صد به به. با درودی دوباره همراه با بهترین آرزوها، آرزوهای نوروزی و آرزوهای خوب برای تک تک شما خوبان و همراهان و نازنینان. آرزو میکنم که سال 95 سال سختی بود، سال خیلی پرمشقتی بود و خوشبختانه سال رو پشت سر گذاشتیم. سال گذشته سال از دست دادن عده‌ای از بزرگان جامعه‌مون بود. به حال این گذر عمر است و این قافله عمر عجب می‌گذرد و به حال یک سال دیگه هم بر عمر ما افزوده شد، ولی اون چیزی که ما رو، یعنی انسان رو نگه می‌داره در حقیقت امید است و به امید این که به اون نتیجه مطلوب برسیم. دیروزم بالاخره روز دید و بازدید بود و روز اول عید بود. ما هم تلاش کردیم به اندازه بضاعت خودمون در لحظه سال تحویل در خدمت شما باشیم، گرچه که ساعت دیر وقت بود و نیمه شب بود در اینجا، ولی بهها این سنته که باید حفظ بشه. این اون چسبیست که ما رو نگه داشته، مثل سیرشم سفت. این تنها چیزیه که این مملکت رو در این طوفان تاریخ اسمشو بذاریم، در این پست و بلندش ما رو حفظ کرده، همینه که شما نگاه میکنیم از چین و ماچین تا ترکستان تا سواحل دریای خزر تا سواحل خلیج فارس، در همه جا تا کناره مدیترانه، اونجایی که ترایب کوردها هست، میبینی که همه نوروز رو پاس میدارن. نوروز اون چسب ماست، اون چیزیه که ما رو به همدیگه پیوند میده، اون رشته نهان است. و ادهیم هی برای من ایمیل زدن که آقا نمیدونم این در استکهلم اینا اومدن آهنگ کردی پخش کردن، جدایی طلبه میخوان تجزیه کنن. گفتم آقا خجالت بکشید، خودتون شرم کنید آخه. آقا خجالت بکشید از خودتون. ما یه ملتی، یه مردمی، یه سرنوشت رو داریم. این حرفا در حقیقت ریشش که بری دنبال کنی تهش، درسته یارو کراوات زده، درسته توی فرنگ نشسته، ولی ریشه و آبشخورش دستگاه اطلاعات امنیته. شما نگاه کنید مسخره بازی که راه انداخته، ماهی قرمز نکشید، ماهی قرمز فلان. ماهی قرمز یه عمر کوتاه داره، دو ماسه ما زندگی میکنه و میمیره. بعد اینا رو پرورش میدن برای همین کار، نه خاصیتی داره نه برای نمیدونم چیزی داره. یه موجودیه که با سرعت تولید مثل میکنه و خیلی ولش کنی میلیون میلیون میشن. اون یکی ماهی پلاستیکی میگه انداخته تو اینه که اون یکی که رزل، یه آدم قرآنخون سرقبراغا، یه گورکن، یه گورکنی مثل سید علی خامنه ای اونجا نشسته و یه میز تفسینی گوشته، هیچی توش نیست. عکس لجنی مثل خمینی رو گوشته اونجا، عکس اهریمن رو گذاشته، این شده مراسمش. بعد اومده ادعای امنیت میکنه، میگه ما امنیم. آخه دوست من، عزیز من، تو هم همینو تکرار میکنی، میگی بله ایران هم نه نگاه کن، امن نیست. خواهر به برادر، زن به مرد، پدر به فرزند، فرزند به مادر، خواهر، برادر، عمو، دایی، همه دارن دستشون تو جیب همه، همه در حال خیانت به یکدیگرن. آیا این امنه؟ یعنی معنی امنیته؟ مردم در سوریه امنیت بیشتر دارن تا مردم در ایران.
البته دروغ میگه، ما امنیم. تمام ورشکسته، یه مش حق باز، یه مش دروغگو، یه مش دغلکار، یه مش نادان به ضرب اسلحه رفته در مسند قدرت نشسته، اسلحه رو گرفته رو به مردم، بعد میگه ماهی گناه داره، ماهی گناه داره. مملکتی که گورخواب داره، نمیدونم سوراخواب داره، تو لوله فاضلاب زندگی میکنه، وقتی دلش برای ماهی میگه ماهی، نه ماهی که عب داره، گناه داره. دیروزم بهار، اونایی که خبرها رو دنبال میکنن، در کنگره آمریکا همه حرفای آقای ترامپ رو در حقیقت محکوم کردن، همه ادعاهاش رو برگردوندن، به سینه‌اش چسبوندن و داستان شنود تلفن رو گفتن اصلا هم چیزی امکان نداره. نکات جالب این بحثا این بودش که گفتن که روسیه در این ماجرا در دوره انتخابات دخالت میکرده و به تعمد، نکته جالبش اینجاست، میگه به تعمد رد پا خودش جا میذاشته برای اینکه نشون بده که من چقدر قدرت دارم. رئیس اف بی آی گفت ما به دلایل زیادی تلاش کردیم که اینا رو نگیم، ولی حالا که شما میپرسی خب مجبوریم بگیم. بعد در مورد رفتارش با خانم مرکل اومد گفت نه، این آقا وقتی بهش گفت بعد دست بده، خبرنگارا هم فریاد میزنن میگن آقا شیکن کنیم میخوایم عکس بگیریم، میگه نه این گوشش نشنید، این گوشش نشنید. امروز یه مطلبی رو روزنامه لمون نوشته بود، آقای دادرس ترجمه کرده بخشایش رو برای تو بخش مقالات گذاشتم و مدعی است که احمدی نژاد رفتار ترامپ رو انجام میده، درست عکس اون که ما میگیم، میگه حالا این از اون رو الگو کرده در این انتخابات و همون رفتار ترامپی رو داره انجام میده. ماجراش هم در مورد وضعیتش با آلمان و ناتو هم مدعی هستن که این در حقیقت همدلی با روسیه است، بنا به دلایلی که هنوز معلوم نیست که به چه دلایلی این کارو داره انجام میده. میریم مثل هر سه شنبه در این ساعت، میریم پیش آقای رئیسی، سلام میکنیم، عرض ادب و احترام و آرزوی بهترین، سپاس از اینکه در طی این سالها ما رو همراهی کرد، اجازه داد که از دانش و تجربهش استفاده کنیم، براش آرزوی بهترین میکنیم در این سال نو، تبریکات خودمون رو خدمت این عزیز ابلاغ میکنیم، به عرضش میرسانیم و بعد میخواییم که ازش بپرسیم که این داستان ماجرای در حقیقت، چون میدونی که این بحثی که الان مطرح است، همین مایی نکشید و عیده و نمیدونم اون یکی آهنگ کردی گذاشته پس میخوان ایران رو جدا کنه، تجزیه کنه، اون یارو تو استوکهلم بخواد با پخش یه آهنگ کردی کردستان از ایران جدا کرده، این نهله های فکری، این نوع نگاه های سطحی و در حقیقت در تقابل با این چسب، با این سیریشومی که وجود داره، با این اعیاد پارسی و در مقابلش چه میدونم آخه اینا، یعنی اون مردم نجد، عربستان، هرچی اسمش هست، به غیر از اون مراسم بزرگ حج که اسمشو گذاشته ماه حرام، ماهی که شمشیر نکشید علیه هم دیگه، برای اینکه مردما بالاخره به توافق رسیدن که مردمان مختلف از گونه های مختلف میان در یه موعدی معین به زیارت بتشون، خداشون. بنابراین دعوا نکنید در این ماه، اسمشو گذاشتن ماه حرام، ماه محرم، ماه حرام که شمشیر نکشید. این تنها عیدیه که داره، در مقابلش
ما به عنوان یک فرهنگ کهن، به عنوان یک تمدن باستانی اعیاد فراوان داریم. بریم پیش آقای رئیسی، بشنویم صحبت آقای رئیسی رو، ببینیم که او این تفاوت‌ها رو چگونه می‌بینه و شرایط امروز دنیا رو و همه آشفتگی‌هاش رو از نگاه آقای رئیسی، ببینیم که او چگونه اینا رو برای ما تبیین و توجیه میکنه. آقای رئیسی، من به شما درود میفرستم، دوباره سال نو رو به شما تبریک میگم، صمیمانه از حضورت سپاسگزارم، خوشحال میشم بشنوم فرمایشات شما رو. بفرمایید. بله، من سپاسگزارم از شما آقای عزیز و با درود و تبریک عید باستانی و در صورت عید نه تنها ملی بلکه عید فرهنگی ایرانیان، عید تمدنی که از کوههای پامیر، از قزاقستان، چین، هندوستان، پاکستان، افغانستان، تاجیکستان، ترکمنستان و آذربایجان، جمهوری آذربایجان تا مدیترانه، این عید با ویژگی های خاص خودش، اشتراکات و ویژگی های ملی هر کدوم از این ملت ها عجین شده و عجیب هم هست که در این روز روحی شادی، همبستگی، احترام به انسان، احترام به طبیعت و بسیاری از خصوصیات نیک در میان ملت ها کاملا به چشم میخوره. حتی این عید در زیر تیغ خونچکان استیلاگران و آدم کشان مقاومت کرد. وقتی که شما به اسکندر نگاه میکنید، اولین مهاجم قدرتمند جهانگشا، وقتی به ایران رسید، ایران از نظر سیاسی نظامی شکست خورد، ولی از نظر آیینی شکست نخورد. تخت جمشید در صورت پایتخت یا مرکز و یا مکان مقدسی برای حفظ آیین‌ها بود، پایتخت سیاسی نبود. و اهمیت شاه در این بود که پاسدار این آیین هاست و تخت جمشید علت وجودیش این بود. وقتی اسکندر آمد، خواست که در جایگاه پادشاه ایران این مراسم آیینی هم اجرا در بیاره که باید مورد تایید مردمان، مغان و به اصطلاح ارباب اندیشه و دین قرار بگیره. تن به این ندادن، سلطه سیاسیشو پذیرفتن، دل قهار بودن و گفته میشه به خاطر این اسکندر تخت جمشید رو به آتش کشید، چون حاضر به پذیرش سلطه به اصطلاح معنوی اسکندر نشد. البته داستان های دیگه برایش ساختن، برای اینکه از این عمل کثیف اون رو تبرئه کنن تا حدودی، از داستان مشروب و زن آنکاره و آن داستان ها. ولی حقیقت مطلب این اعراب نیز چنین کردن و سعی کردن این آیین کهنسال که عامل همبستگی ملت بسیاری از اقوام جغرافیای فرهنگی ایران بودند رو از بین ببرند. وقتی که نتوانستند، حاضر شدند حتی در دوران بنی امیه با گرفتن مالیات مضاعف برای مراسم نوروزی اجازه برگزاری رو بدن، که البته در دوران عباسیان به دلیل حضور خاندان برمک و فضل دیگه جزء آیین‌های رسمی دربار هارون الرشید و بعد از اون شد. یعنی این دوران
پیچ خم رو گذران، دوران سلطه های مهیب رو. اما با این رویداد بهمن ما با یک پدیده شگفت‌انگیزی روبرو شدیم و اون این بود که جمهوری اسلامی کوشش کرد که به اصطلاح این جشن رو ریشه‌کن کنه، از بین ببره و سعی کرد به اصطلاح وقتی که نتونست اون رو کمرنگ کنه و فکر کرد حالا جشنی شبیه جشن شش بهمن، هفته بهمن یا چیزایی از این دست اون رو از بین ببره. نتونست و آمد ترفند جدیدی رو اختخاص کرد، این تلویزیون ضد ملی می آوردن، مثل این دبستان تخت سیاه می آوردن، حساب می کردن که مثلا فرض کن گندم یک کالای استراتژیک هست، حالا کسانی که مملکت به فقر مطلق کشوندن این چین ادعاهایی می کردن که گندم یک کالای استراتژیک هست، شما این رو می رویانید در یک بشقا و بعد بیرون پرتاب می کنید، چقدر لحاظ اقتصادی بد است. و یا به قول شما چیکار میکردن؟ به اصطلاح از زاویه حیوان دوستی میمدن حق حیات برای ماهی سرخ در تنگ بلور قائل میشدن و طوری صحبت میکردن که گویا اینها دینشون، آیینشون، مرامشون اساسا از این هندیهایی هست که کلن جان آزاری رو مذموم می دانن. حالا جان سوسک باشه، جان موش باشه، جان اینا اصلا گویا از اینا هست، در صورتی که اینها در خیابانهای تهران شتر رو سلاخی می کنن، شتر سرپای استاده رو می کشن و این زنجیر پاره می کنن و با فشفشان خون را می افته در خیابان و چنین بربریتی دارن، حیوان کشه اینا که به اصطلاح جان انسان رو آنچنان بی ارزش کردن که به اصطلاح راحتی تو خیابون آدم کشی میکنن، یه مرتبه به فکر چی میفتن؟ به فکر قول معروف مایه سرخ. به همین دلیل اینها از زاویه دیگه با نوروز مخالفن، چون اینها با بسیار از پدیده های انسانی مخالفن، چون میدونن از به اصطلاح نوروز زندگی رو فریاد میکنه، چون میدونن دوستی رو تجدید میکنه، افسردگی ها رو از بین میبره، شکوفه بر مکان میاره، از ظلمت شب میکاهه بر روشنایی روز میافزاید، نور امید به دلها میتابانه، شود به کام آدمیان میرسه، زندگی رو شیرین میکنه، قصه عاشقی میخونه، پنجره ها رو باز میکنه تا نسیم بهاران زندگی رو سرشار از لطف و لطافت بکنه و خاک طراوت دیگه پیدا میکنه، نشاط در دلها، خنده بر لبها، تحرک و پویایی رو تعلیم میده، طبیعت رو آرایش میده و به طریق اولا زندگی انسانها رو. و بیاد داریم میبینیم که نوروز چقدر به اصطلاح چیز هست، یعنی مهربانی میاره و شاید بهترین جشن برای کودکان باشه. اگر مراجعه کنیم به دوران کودکی خودمون میبینیم خشونت از خانه دور میشه، از محل دور میشه، همه بزرگان زبان دیگری با کودکان دارن، بخشنده میشن. باید ریشه های اسطوره ای رو پیدا کرد، چرا بخشنده میشن، چه چیز رو تمرین میکنن در نوروز، در اعیاد چه چیز رو تمرین میکنن این انسان ها، و به اصطلاح در فرجام شناسی اونها چه چیزهایی باید متحقق بشه که این روز رو به این ایام رو سعی میکنن که به اصطلاح به اون برسن. اینو تمرین آیینی هستیم. به صورت نوروز میثاق‌ها رو مستحکم میکنه، فرصت‌ها رو
مخترم میکنه، بوستان رو طراوت میده، کشت رو برکت میده و شاخهای خزانزده درخت زندگی رو حیاتی تازه میده. زمستان رو پشت سر میگذاره، محدودیت و اینها رو پشت سر میگذاره، در یک کلام تولد جدید رو نوید میده، چه در خانواده، چه در مقیاس کشور، در بود سیاسی و چه در طبیعت و رابطه انسان با طبیعت رو با عالی ترین شکلش به هم نزدیک میکنه. و این ویژگی ها هست که به اصطلاح از قدیم الایام جز ضرورت حیاتی زندگی انسان هست، خلاصه به اصطلاح برگزار میشه. به همین دلیل این سنت نیک هست. معمولا ما اسم سنت که میاد معنای واپسگرایی و کهن اندیشی رو در ذهنمون میبینیم که در مقابل مدرنیته مثلا ایستاده. اما وقتی که یک سنت نیکی هست و شادی هست و به اصطلاح تمام اون چیزهایی که سعادت انسان رو نوید میده، و اگر به یک معنا مدرنیته رو گامی در جهت سعادتمند کردن انسانها تلقی کنی، پس بنابراین میبینیم سنت بی مفهوم فرهنگی از پویا پرورده یک جامعه و یک ملتی که به دلیل توانمندی نظر به آینده داره. یعنی نگاه بکنه نوروز میخواد تغییر در آینده ایجاد کنه، تغییر در روابط، تغییر در بسیاری از ویژگی ها ایجاد بکنه. با توجه به اینها اگر ما به اصطلاح نگاهی به اسطوره ملت ها بندازیم، از بود انسان شناختی به اصطلاح به اسطوره توجه کنیم، میبینیم که بسیاری از این جشن ها از زمان یا از این مسئله که شروع کرد به صورت نمادین در زندگی انسان شکل گرفتن، وقتی که انسان از سایر موجودات بیولوژیک در یه فرایند طولانی به اصطلاح جدا شد و شروع کرد گام به گام مفهوم سازی، فرهنگ سازی و آمد جلو، مهمترین و اساسی ترین ادراکات خودش رو در دو مفهوم زمان و مکان ابتدا برجسته کرد. انسان اشیا و موجودات را به صورت سبدی تصور در آورد و شروع به آغازیدن تفکر کرد که با جدا شدنش از طبیعت، از خروجش از غارها، آغاز مثلا زندگی کشاورزی و یا شکار و کشاورزی، از اینجا دیگه اسطوره هاش به وجود بیاد و نشانه گذاری ها می‌بینیم که از دوران پارینش سنگی و جماعت‌های شکار و گردآورنده غذا شروع می‌کنه شکل گرفتن. این گروه‌های انسانی برای تأمین زندگی خودشون وابستگی زیادی به تغییرات اقلیمی، آب و هوا، مکان و شرایط اینها داشتن و به همین دلیل هم فصل مهاجرت، زاد و ولد حیوانات، زمان رشد باربری ریشه گیاهان و همه اینها جز لاینفک ارتباطش با طبیعت و بقایش بوده. با توجه به اینها میبینیم که از حدود 10 الی 11 هزار سال پیش از که نخستین تمدن ها در بین النهرین مصر و اینجا مصر تا 5000 سال قبل میبینیم که شکل میگیره و از اینجا هست که به اصطلاح انسان در این مکان ها با مجموعه گسترده از اسطوره ها و باورهای خودش سعی میکنه فضاها را شکل بده و به اصطلاح ترسیم بکنه، به صورت نمادین مجسمه سازی کنه، مفهوم سازی کنه و الاخر. این ترتیب با دو مفهوم زمان، وقتی که زمان رو میخوان چیز بکنن، ماه و خورشید دو گونه تقویم رو به وجود میاره که تقویم قمری و تقویم خورشیدی هست. این دوتا تقویم حول اینها هست که بسیاری از آیین‌های مذهبی و آیین‌ها در صورت شکل میگیره و به همین دلیل به اصطلاح اگر کشور مناطق که 4 فصل ندارن یا مناطق بیشتر دامپرور و بیابانی هستن، روی تقویم قمری مهی متمرکز میشن
اونهایی که با کشاورزی سر کار دارن چهار فصل رو تجربه میکنن، اینها روی تقویم خورشیدی که بر حول خورشید هست به اصطلاح اساطیرشون شکل میگیره، تمدنهاشون شکل میگیره، آیینهاشون، همه اینها. و همین دلیل چون موقعیت و منطقه ایران در جایگاهی هست که چهار فصل رو داره و زندگیش کشاورزی زود شکل گرفته به دلیل بودن رودخانه های مثل چرخه کارون شمال ایران، منطقه کاسی ها که گیلان باشه، منطقه مناطق مختلف این منطقه دارای اون ویژگی های هست که بر حول کشاورزی بتونن زندگی بکنن و تقویم خودشون رو درست کنن. تقویم شمسی با نشانه گذاری های بزرگ سال از ابتدا یک چرخه سیاسی رو به چهار فصل تقسیم میکنه. این نشانه گذاری ها مشخصه سیاسی به خودش میده، چون البته اگر بخوایم روی نوروز منطقه آغازینش صحبت بکنیم شاید به سومر و بابل برسیم که اونجا به نام جشن بهار بوده، اما وقتی که مثلا با ایران برخورد میکنه بخصوص با تمدن هخامنشی، این آیین ها با اسطوره سیاسی به اصطلاح اندیشه ایرانی شکلی ویژه به خودش میگیره. و در اسطوره شناسی سیاسی هم میبینیم که به وجود آمدن قدرت سیاسی شکل نمادینی است که گذار از حاویه یا حالت پریشانی یا حالت هرج و مرج رو پیش از آفرینش به نظم کیهانی باز تولید میکنه. این چرخه است که در برخی از ادیان مفهوم آفرینش از نیستی رو داره، مثل ادیان سامی، اسلام، یهودیت، و با یه چرخه فرجام شناسی تکمیل میشه که در اون یه حالت آرمانی نخستین با دخالتی که عنصر شیطانی، حالا یک موجود به نام شیاد یا عنصر خرابکار یا اقواگر هست که به نوعی حاکمیت حاویه یا هرج و مرج رو ما باش روبرو بشیم، یا حالت آرمانی دیگری است که در فرجام به وجود میاد. جشن ها در حقیقت در دنبال میکنه تاکید میکنه روی سه عنصر اصلیت انسان چیست که بهش بهشت گمشدهش بوده، حالا در آینه سامی بهشت گمشدهش اون داستان ها و آدم حواره تدایی میکنه، هویت انسان چیست یعنی جهان کنونی، و سرنوشت آتی انسان چیست، بهشت آرمانی، چیز فرجامینش. این سه تا عنصر رو داره و به همین دلیل وقتی که ما صحبت هویت میکنیم صحبت از این فرعیات نمیکنیم، صحبت از هستی شناسی انسان ایرانی داریم میکنیم. خب وقتی که از دنیای فرجامینش میخوایم حرف بزنیم، این چرا آیه به اون فرجام ایدئال خودش میخواد دنبال بکنه، و به همین دلیل این جشن ها به خاطر این تداوم داره حفظ شده و ماندگار خواهد بود علی رغم تمام یاوه سرایی ها و یاوه گویی های مشت نابخرد، برای اینکه ریشه در بنیادی ترین مسائل انسان داره. و اینا نابخردانه فکر میکنن حالا یه شاهی مثلا اراده کرده، تصمیم گرفته جشن بگیره، ادامه پیدا کرده، در صورتی که فهمی از اسطوره ها ندارن، فهمی از اسطوره آفرینش ندارن، فهمی از بسر هستی شناسی انسان ندارن. رابطه میان جشن و ممنوعیت ها هم روشن. مثلا در ادیان سامی یه دوره ممنوعیت به وجود میاد، روزداری، کم غذا میخورن، یعنی اون حالت به اصطلاح انجماد رو یا بسته بودن رو مصنوعا ایجاد میکنن تا زمانش که میرسه مرحله به قول معروف باز بودن یا مرحله فراوانی رو تجربه بکنن، که با کشتن انبوه حیوانات، گاو و مثل گوسفند و شتر و سنهای فجی سعی میکنن اون به اصطلاح مرحله فراوانی رو تو هستی شناسی خودشون روشن بکنن، باز بودن و آزاد بودن رو در خودشون جمع بکنن. واژه معروف کارنوال هم اتفاقا که بعد از این دوران بسته است، بعد باز میشه و افراط گرایی هم میکنن، در همین دوران هست. در صورتی که اسطوره ایرانی بسته بودن مصنوعی نیست، بسته بودن طبیعت، زمستان بسته است، زمستان زمین یخ میزنه، درختاب
بی برگستن، به اصطلاح علوفه نیست و بسیاری محدودیت های طبیعی است. بعد که خود طبیعت مثل جان میگیره و دوران فراوانه میشه، درخت ها قنچه میکنن، میوه شروع میکنه به وجود آمدن، به اصطلاح کشدارها، گل های طبیعی، همه اینها، این دوران بسته طبیعی به دوران باز تبدیل میشه و جشن طبیعت زیبایی رو وجود میاره و مصنوعی هم نیست. به هر رو تجدید آفرینش در گروهی از جشن ها اونها بار مقدس میده. هنوزم در زبان انگلیسی هالیدی به اصطلاح که یعنی روز مقدس گفته میشه، همینه. تقدس جشن ها در خودش معنای ضد شیطانی رو هم هم میکنه. اما در صورت من وقتی که به این مسائل برخورد میکنم که خب بحث درازدامنی هست، رابطه به اصطلاح اسطوره ها با طبیعت و انسان و تداومشون استمرارشون، هیچ کس هم نمیتونه با قدرت سیاسی نظامی یا ترویج مستمر به اصطلاح حماقت و جهالت این جشن ها رو از مردم بگیره. چون شادی جز وجود زندگی انسانه، موسیقی جز وجود زندگی انسانه و به اصطلاح همبستگی و خیلی از صفات نیک انسانی در این جشن ها، جشن های به اصطلاح ایرانی تبلور پیدا میکنه. چه جشن مهرگان، چه جشن نوروز، دو جشن اعتدال هست. جشن نو ایرانی از لحاظ مکانی جای برجسته ای داره. این جشن تداوم چند هزار ساله داشته، در واقع تبلوری از ایده سیاسی اندیشه ایرانی، همون ایده ای که تونسته در طول چند هزار سال با قدرتی شگفت‌انگیز، با یک پیوستگی فرهنگی، با یک پیوستگی هویتی چیکار بکنه، استمرار خودش رو مثلا هر سال جشن بگیره. تقویم ایرانی هم ظاهرا از قدیمی ترین تقویم های جهان است. البته تقویم اولیه ما مثل تقویم زرتشتی با تقویم هندوان مشترکه، برای که بسیاری از اسطورهای اولیه ما با هندی ها اشتراک داره. مثلا جمشید انسان نخست هم برای ما هست هم برای اونا هست و بسیاری از زمان زرتشت هست که ما با اون اندیشه هندوان فاصله میگیریم، به یه چیز ویژه ایرانی صرفا به وجود میاد. در صورت ایرانی از قدیم ملت کشاورز بودن، تولیدگر بودن و به همین دلیل دو جشن مهم اعتدال بهاری و پاییزی رو برگزار میکردن. جشن اعتدال پاییزی به ایزد میترا به اصطلاح تعلق داره و از این نظر میتراگان یا مهرگان هم گفته میشه و جشن اعتدال بهاری نوروزه که در کنار شیش جشن فصلی دیگه هم هست. به همین دلیل هم به راحتی میتونیم بگیم که ایران، ایران زمین، ایران شهر به اصطلاح مملکتی جشن ساز بوده، عزا پیشه نبودن، عزا و غم و سیاهی و لباس سیاه پوشیدن بسیار ناخوشایند بود تو فرهنگ ایرانی. ملتی شادزی بودن و جشنهای متعددشون بیانگر این وضعیت است. در صورت این با اسطورهای سیاسی ما انطباق داره که جمشید به دست ضحاک کشته میشه و فریدون در به اصطلاح مهرگان، میتراگان در این جشن بر ضحاک پیروز میشه و در صورت دوباره آیین‌های ایرانی رو برقرار میکنه. و البته اگر ما بخوایم به اصطلاح این جشن رو، نوروز رو تاکید بکنیم، جشنی است که به عنوان جشن اعتدال بهاری آمده و این جشن در ایران بنابر نیازهای اسطوره شناسی سیاسی ایرانی بازسازی شده و در این بازسازی نوروز با دو نقطه اساسی در چرخه اسطوره سیاسی ایرانی در رابطه تنگاتنگ قرار میگیره: نقطه آفرینش و نقطه فرجام. عامل ارتباطش هم ریپیتاون یا سرور آفتاب نیروزی که به اصطلاح آفتاب در مثلا در اوج اقتدار خودش در وسط ایستاده و اون روز، روز نوروز میشه و به همین دلیل هم در اسطوره ایرانی آفتاب از این حالت که خارج میشه به طرف سیاهی میره، به طرف شب میره و غرق شدن در شب تا
دوباره این چرخه برقرار بشه و این پدیده هم در اصطلاح سیاسی خودشون آوردن که در اوج این به اصطلاح روشنایی مطلق اهورمزدا در عالی‌ترین شکل اقتدار خودش هست، جهان در این نقطه اوج حاکمیت اهورایی و در اینجا نظم و اطاعت در به اصطلاح شکل مطلق خودش بروز میکنه. با خروج خورشید از این حالت یک حرکت به سوی آمیزش حرکت میکنه، با حالت سیاهی به طرف تاریکی، به طرف شب، با حالت اهریمنی پیدا میکنه. اینجا است که تو اسطوره پهلوانی ما هم کاملا مشهوده. یعنی مثلا فرض کن سهراب به اصطلاح نقطه تلاقی روشنایی و تاریکیه، یا نقطه تلاقی به اصطلاح خاندان اهورایی با افراسیابیه و به همین دلیل یک ویژگی خاصی داره و سرنوشتش هم محکومه در سرنوشت شناسی به اصطلاح آینی ایرانی ها. سیاوش با وجودی که این بسیار انسان شریفیه، اولین صلح سالار جهانه، حاضر جان خودش بده که صلح برقرار بشه، ولی آخر سر مرگه، مرگ با خفت هم هست، در اسارت هم هست و این به سرنوشتش هست و این با اسطوره سیاسی ما کاملا انطباق داره. حالا من راجع به این که اصطلاح این مسائل در ارتباط با کارتونی و مسائل دیگه چه وضعیتی رو وجود میاره، به جای خود جشن نوروز با جمشید بنیانگذار مدنیت و معرفت و آنچه که ما به نام خرد جمشیدی مینامیم پیوند خورده. تاریخ هم جشن نوروز در شاهنامه با داستان جمشید گره خورده. نوروز جشن پیروزی خرد و خواست انسان در آفریدن بهشت در این گیتی هست. جرم جمشید چیه؟ بهشت رو برای انسان میخواد، در زمین شهر بیمرگ درست کرده که کسی نمیره، که کسی بیماری نباشه، کسی از سرما و گرسنگی نمیره. این آرمان اندیشه ایرانیست. جمع کرد یا ور جمشید چنین نقطه هست و هیچ محدودیتی هم نیست که حتما انسان باید ایمان به جمشید یا به ایمان به خدای جمشید داشته باشه. برخلاف همین پدیده کشتی نو، طوفان نو، درست معادل سامی ور جمشیده که اونجا فقط آدمای با ایمان میتونن برن، توی ایمان به خدای نو میتونن برن توی کشتی، وگرنه توی دریا غرق میشن. پسر نو که ایمان نیورده توی دریا غرق میشه. ولی میپرسن، یعنی از ادیان سامی، مسیحیت، یهودیت و اسلام از ابتدا روی ایمان چیزه. هر کس ایمان داره به خدا یا الله یا یهوه یا پدر آسمان، پسر پدر آسمانی، این حق زنده بودن داره. بقیه نه. این اسطوره کشتی نو دقیقاً این رو تداعی می‌کنه، ولی در افسانه و اسطوره‌های ایرانی از در بر جمشید که برای مقابله با سرمای زمهریری ساخته شده، هیچ‌وقت نمی‌پرسن آقا تو مسلمانی، کافری، چی میگن، دین چیه، آیین چیه، یا از هیچ حیوانی نمی‌پرسن. توی کشتی نو حیواناتی که ایمان آوردن میرن اونجا، حیواناتی که ایمان نیاوردن نسلشون مرخرف میشه. بگذاریم، در صورت تفاوت این آیین ها رو میخوام، تفکر انسان شناختی این ها به اسطوره ها رو میخوام توضیح بدم که چه تفاوت بنیادینی با هم دارن. ایرانی در نوروز جشن میگه تا نشون بده که سعادت و ساختن بهشت در این جهان امکان پذیره. پس بنابراین این تمرین رفتن به بهشته، اون بهشت آرمانی که انسان ها بد نظرشون، هر تمدنی، هر فرهنگی، هر ملتی برای خودش این اسطوره ها رو داره. اسطوره های چینی، اسطوره های هندی، اسطوره های مالزیایی، اسطوره های اینکاها در آمریکای پیشا کولومبیایی، استک ها و یا به اصطلاح تمدن هایی که در اونجا بوده، تماما این اسطوره ها رو دارن. خب حالا فقط تفاوت هاشون آدم میسنجه کدام با سرنوشت انسان توجه داره و کدام به خداشون توجه داره. نوروز شریک شدن همه انسان ها در سعادته. معنای نوروز هم همین انباز شدن همه در شادی و پیروزیه.
اما متاسفانه لشکر غم و سپاه اندو شادی و سعادت مردم رو بر نمیتابه. یک دیوانه به نام از این آخوندهای معتبر موحدی کرمانی احمق میگه که روزای نوروز هم عزاداری کنید، یعنی توی دید و بازدیدا به جای که مثلا شادی کنه شعر بخونه رقص کنه آوازی گوش بدید یا شادی کنید از دیدار به اصطلاح قوم خیش ها نزدیکان دوستان آشنایان شاد باشید، میگه اندو کنید. یعنی این عزاپیشگانن، اندو پرستانن، عزاپیشگان اساسا بقول من ثروت معنویشون همینه. علی اصغر یه جا بکشن، علی اکبر یه جا بکشن، حضرت عباس یه جا به سیخ بکشن، حالا اونا گریه را بندازن و پول بگیرن و این فرهنگ عزا رو به کل جامعه بردن و انسان شما مجسم کنید، خودتونم تجربه کنید، مثلا کسی ازتون میمیره غمگینی یک ماه اساسا نمیتونی کار بکنی، میری تو لاک خودت. مثلا خود من حقیقتش رو بگم، برادر کوچیکم که بسیار 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 دوستش داشتم وقتی که شهید شد، من چندین ماه فقط نمیتونستم حرف بزنم، بغض گرفته بود، خون از معده‌ام میریخت بیرون و حوصله هیچ کس رو نداشتم، حوصله هیچ موجودی رو. یعنی غم این چنین آدم رو ویران میکنه. حالا تو بیای 365 روز از بلندگوها عذا رو تبلیغ بکن، اون ملت چی بمونه توش؟ ملتی عذا پیشه لشکر غم رو برمی‌انگیزونن تا خون مردمان بریزن و مانع تغییر تحول و دگرگونی بشن. انسانی که منجمد شد دیگه میل به دگرگونی هم نداره، اینا سرمایه شونه. اما آوای تغییر بانگ و شادی بلنده. بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم، فلک را سخت بشکافیم و طرحی نو در اندازیم. حافظ بیچارم گرفتار این لشکر غم شده بود، این آخونده معتصب ها، این خرمذهب ها که شاید بهترین شکل بیان اون توسط شیخ بزرگ عبید زاکانی در داستان موش و گربه بیان شده که اینا چه موجوداتی هستن. بیا سعدی در شعر معروفش که اینها چون سگ توی گوشه به اصطلاح مسجد کمین میکنن تا هجوم ببرن به اصطلاح یک تازه واردی که میخوان بیا. اینا بسیار زیبا شیخ بزرگوار سعدی بیان کرده. فرق را سخت بشکافیم و طرح نو در اندازیم، اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد، مرا ساقی به هم سازیم و بنیادش براندازیم. چه زیبا، همینطوری تخیله. نه، بیان این واقعیت های عصر خودشو بیان کرده با زیباترین شکل ممکن، چون به نظر من هیچ کس در حداقل فرهنگ ما مثل شاعران بازتاب دهنده زندگی مردمان در عصر خودشون نبودن. شاید همین دلیلم وقتی گلستان و بوستان میخونی، وقتی حافظ میخونی، وقتی عبید بزرگ زاکانی رو میخونی، وقتی که فردوسی کبیر رو میخونی، بازتاب دهنده بسیاری از مسائل و افکار و اندیشه ها و آداب و رسوم ملت در اون دوره تاریخی هم هست. و همین دلیلم برای ایجاد تحول بنیادین در زندگی سیاسی و اجتماعی باید نوشوندگی و تغییر را از طبیعت آموخت، یک نواختی رو گذاشت کنار. همش تو زمستان چرا باید زندگی کنی تو ای ایرانی؟ خب الان خوشبختانه چیزهایی من میبینم، جوانا در صورت در هر مکانی سر میکنن شادی رو به شهر بیارن. در تبریز این جوانان برومند تبریزی دیدم که مثلا شادی رو به رقص آواز تو شهر بردن، در مثلا مقبره کوروش دیدم، در جاهای مختلف. یعنی دشمن اصلی این غم پیشگان حاکم شادیه، رقص آواز موسیقیه. اینها میترسن مثل جن از بسم الله، به بسم الله از جن میترسه. اینا هم اینجوری هستن، از شادی میترسن. باید طبیعت اسرار طبیعت رو پی برد بهش. جام جم در فرهنگ ایرانی نماد چنین معرفت و خرد نهانبین و آینده نگری هست که بسرا معانی داره، تعریف داره. حافظ تصادفی نیست از جام جم صحبت میکنه، تصادفی نیست از پیر مغان این قصد صحبت میکنه. پیر مغان کی هست در اندیشه حافظ؟
رابر و نمونه و سرمخش انسانی که میخواد بر اساس خرد و جاندوستی انسان را با گیتی و زندگی و سعادت آشتی بده، آشنا کنه و آشتی بده. پیر مغان در مقابل فقیه، در مقابل شیخ، در مقابل محتسبه، در مقابل مفتیه، در مقابل این احمقهای جهالت پیش است که زندگی در این گیتی را خار میدنن، غم و اندوه و تنبلی و عذاب پیشگی را عرج میگذرن. اینا در مقابل اون پیر مغانه و مفهوم می، میخانه و اینها شادی هایی که اینا میگن شادی های از خود باختگی نیست، مثل به اصطلاح یونانی ها که خدای می داشتن، باکوس خدای می که از خود بی خود شدن هست. و اینجا به خاطر همین است که در دوران هخامنشیان وقتی که شاه میخواست به اصطلاح آزادانه، کاملا آزادانه از خرد جمعی استفاده کنه، تمام اون کسانی که در صورت مورد مشاوره قرار میگرفتن با مساط میخوری است که این کلمه مستی و راستی از اونجاست که آقا حرف حقیقت بزن، چاپلوسی نکن، اینجا تابع قدرت نباش، اینجا نظرت شفاف بیان کن، چون این مبنای تصمیم گیری بعد میشه. شاه بر پایه این آزادگی میتونه بعد تصمیم خردمندانه بگیره، ولی اگر روابط زحاکی بشه، همه به تعیین قدرت بپردازن، چاپلوسی کنن، اون موقع دیگه تصمیم خردمندانه اون فرد نمیتونه بگیره هیچ وقت، وقتی مشاورینش اینها باشن. به همین دلیل وقتی که نگاه بکنی پادشاهانی که مثلا مشاورین خردمند داشتن، چون شمشیر دست پادشاه است، قلم دست وزیره، مثل بزرگمهر شاهان مثلا معتبری از آب در آمدن، حاج نظام المرد شد قلم، شاه معتبر نام نیک از خود به جای گذاشت. یا حتی هلاکوی مغول وقتی که مثلا شیخ توس رو، حاج نصیر توسی رو به مثلا صدر اعظم خودش قبول کرد، خب آثاری از خودش گذاشتن ماندگار. خب تفاوت ها رو میخوام بگم که پیر مغان در تقابل با این هاست. یه زمان توتی مرغ و شکر بودیم ما، مرغ مرگندیش گشتیم از شما. نه مرغ مرگندیش هستن پیر مغان، به زاهدان خوشمغز کرکسان مرگ اندیش. میگه جام جم هم معرفت زندگیه و هم دهنده شادی و خوشی و خروش و ولوله به زندگی، هم آینه است تا حقیقت خودت رو بهتر بتونی در اون ببینی، تمامیت خودت رو بهتر بتونی ببینی. آینه سکندر جام جمع است، بنگر تا بر تو عرصه دارد احوال ملک دارا و تاریخ درش هست. نه تا احوال ملک دارا بدونی تاریخ چی بوده، آقا حافظه تاریخی پیدا بکنی، اندیشه داشته باشی، حافظه اسطوره‌ای داشته باشی. چون همونطور که یونگ، بزرگترین روانشناس، یکی از بزرگترین روانشناسان جهان گفته، همونطور که انسان یا فرد یک ضمیر خودآگاه داره، یک ضمیر ناخودآگاه، ملت هم یک ضمیر خودآگاه دارن که اسمش میذارن حافظه تاریخی، یک ضمیر ناخودآگاه دارن که اون اسطوره هاست، اون پسه، ولی همیشه حضور داره. هر وقت ضمیر خودآگاه به اصطلاح بخواد، اسطوره ها به واقعیت تبدیل میشن. در دست شاعری مثل کسرایی، آرش کمانگی از بود اسطوره ها به زندگی روز میاد و گیر کمان رو میگیره تا حیات و هستی تو رو که استبداد میخواد محدودش کنه، فشار میاره به تو، باز کنه، جانشو میده برای رهایی، برای آزادی، بس برای سرزمین باز، برای گستردگی، برای فضای تنفسی به اصطلاح عالی. اینجاست که رابطه اسطوره با به اصطلاح تاریخ و با زندگی امروز به حق میخوره. تصادفی نیست که در اندیشه اروپایی هم مدرنیته با پرومتئوس شروع میشه، یعنی همون نیمه خدایی که از در بارگاه زئوس آتش رو میدزده انسان میاره، چون آتش با سعادت هم معنا هست، چون زندگی بخش، گرما بخش، انسان رو متمدن میکنه. ذوب فلزات با آتش شروع میشه، مثل خانه گر با آتش شروع میشه، غذا پختن با آتش شروع میشه، از حالت توحش به مدنیت و فرهنگ غذا پیدا کردن با آتشه و به همین دلیل جایگاه ویژه‌ای داره و به همین دلیل این موجود به نام پروموتئوس مورد ستایش مارکس قرار میگیره و اومانیسم اروپایی بر پایه پروموتئوس شکل میگیره که انسان برای خوشبختی دیگران باید تلاش بکنه، سعادت فردی نیست، سعادت رو همگان میسازن. ولی
در صورت در اندیشه اسلامی سعادت فردیه، یعنی بدوز بخور فلان کن، بعد خمس و زکات بده و گریان بکن برای حضرت عباس، مثلا میری بهش، سعادتش کجاست؟ فردی میره بهش. اگر مثلا فرض کن پروتستانیسم در اروپا میاد این معادله رو به هم میزنه و میگه سعادتمند کسی است که کار ایجاد بکنه، کار تولید بر باشه، تولید کننده باشه، به اینها و این رو بهتر، انسان بهتری از برای رفتن بهشتا کسی که به اصطلاح کتور دیگه رفتار میکنه. در اندیشه ایرانی از قدیم اینجوری بوده که تولیدگر انسان خوبی هست و به همین دلیل هم پیر مغان به تو مرگ اندیش عذاب پیشه میگه عرش را ایرانیان باستان گروسمان مینامیدن. گروسمان جایگاه سرود و موسیقی کیهانی بوده. چرا از لحن موسیقی خلقت نفرت داریم؟ مگر شگرف پیر شوریده حال ما عطار نیشابوری این لحن موسیقی خلقت رو ندانسته که گفته موسیقی موسیچه خخی موسیچه موسا صفت خیز موسیقا ارزن در معرفت کرد از جان مرد موسیقی شناخت لحن خلقت را ز موسیقی اساس. موسیقی اساس به خاطر همین هم هست که در فرقه مولویه موسیقی اساس به اصطلاح زندگی و شادی میشه و هنوزم که هنوز سنتی را مولانای بزرگ ایجاد کرده که در همه جا رقص و موسیقی و شادی رو جز این است. و به خاطر همین هم در میان کردان موسیقی اینقدر شریفه. اون به اصطلاح هستی شناسی انسان ایرانی در این موسیقیه، در این پایکوبیه، در این دستفشانیه، به هست رو به طرف خلقت دراز کردن، به خالق دراز کردن و بر زمین محکم استوار کوبیدن، اینها فرهنگ اصیل ایرانی است. آخه چرا اینقدر اینها کرسی‌ریزی میکنن؟ شما اگر من میگم که اگر یه روزی بر فرض محال زبان ایرانی محو بشه، زبان فارسی از روی کردی دوباره میشه بازسازیش کرد، از تمام فرهنگ ما از طریق اون بازسازی میشه. یعنی من از نظر حوزه فرهنگی از نظر هستی شناسی بود شناسی و فرجام شناسی این عنصر اساسی به اصطلاح هویتی من هیچ تفاوتی با کرد نمیبینم. و تازه در خیلی جاها وقتی که میرم تو منطقه اورامان و اون بالاها که اصالت رو بیشتر حفظ کردن در میان ایزدی های ایران و ایزدی های بسرا عراق، اصالت ایرانی اونجا به شدت حفظ شده، آلودگی کمتر داره. و من بیام این کردها رو، حالا چهار تا گروه سیاسی بسرا بیشرف خودفروخته سیاسی رفتن به عربستان خودشون رو فروختن رهبرانشون، اینها رو ملاک کردها قرار ندید. با این گروهک های به اسلام مزدور مقابله کنید، نه با فرهنگ کردی، نه با این هویت، نه با این به اسلام چیز. که من فقط در کردستان هست که احساس آرامش هویتی میکنم. اونجا وقتی با کردان رابطه برقرار میکنم یک احساس آرامش هویتی میکنم. الان در زیر حکومت خونچکان و اردکان که کثیف بدترین توهین ها رو به زرتشتیان کرده، به ایرانی ها رو مجوس اعلام کرده، تازگی ها مثل معدودیت های سختی رو برای نوروز برقرار کرده، در دیار بق جمعیت انبور ریختن و نوروز رو جهش گرفتن زیر مثل چکمه های خونچکان سربازان عثمانی. خب اینها دارن مبارزه میکنن برای اون عنصر هویتی من اینها رو نایده بگیرم. و همین دلیلم وقتی که صحبت از موسیقی میکنم یاد پدر موسیقی فیثاغورس میافتم که میگه من صدای استکاو که افلاک را شنیدم و از آن صدا موسیقی یا سمفونی کیهانی علم موسیقی را نوشتم. ایشون اولین کسی است که علم موسیقی را مینویسه. و مگر نه آن است که خدای مرد جان آگاه و راز آشنا چون مولوی ناله سردا ناله سرنا و تهدید دهل چیزی که ماند بدان ناغور کل چون پس حکیمان گفتن این لعنها از دوار چرخ بگرفیم ما بانک گردش های چرخ است این که خب می سرایندش به تنبور و به هر پس قضای عاشقان آمد سما که در او باشد خیال اجتماع. خاطر اینه که ایرانی ها در اصل ساسانیان باربد نکیسا هست که برای هر روز یک لعن یک مثلا چیز موسیقی می سرایه از خلقت انسان تا مرگ انسان.
یعنی اینقدر موسیقی جز از ذات به اصطلاح فرهنگ ایرانی هست که به اصطلاح تمام عرفای ما عاشق موسیقی میشن، به جز اون زاهدانی که زود و ریا و اینها رو پیشی میکنن. این تیغ به دستان شریعت پرستی که الان حاکم شدن، این با تیغ برهنه خودشون آمدن جلو، از موسیقی خلقت و رقص طبیعت که نماد عروسی و آمیزش انسان با طبیعت وحشت دارن، اینا از موسیقی وحشت دارن. به خاطر همین یک علم الهدای به اصطلاح بی فکر بی خرد خرافی دزد فاسد از وحشت داره از شجریان. شجریان به قول معروف سنگین ترین مثلا موسیقی شناس ماست، آوازخان ماست. یا از شهرام ناظری که عمدتا مولانا خانی و فردوسی خانی میکنه، وحشت در از مولانا علم الهدا، وحشت در از شیخ بزرگ حتی، وحشت در از حافظ، وحشت در از سعدی، تمام غزلیات اینا رو میخونن، وحشت داره. ولی اونجا رو تبدیل کرده میگه حرمسرای کثیف با 11,000 فاحشه برای مردان عراقی، قیمت زن ایرانی 8 دلار آورده، که در صورتی که در عراق 100 دلار برای به اصطلاح چی میگن یه شب خوابیدن یا چند ساعت خوابیدن باید پول بدن. خب اینجوری ایران انسان ایرانی رو ذلیل کرده، پس کرده، حقیر کرده، به خود فروشی کشانده و خود فروشی رو به امر مقدس تبدیل کرده، سیخ و سیخ بازی رو. اما اسم موسیقی که میاد وحشت میکنه، از موسیقی وحشت داره، از عطار وحشت داره، از مولانا وحشت داره، از حافظ وحشت داره. و همه دلیلم دیگر نمیدانید که پیر رازآشنای ما مولانای کبیر گفته که انسان موسیقی خلقت را از رحم مادرش یاد میگیره. هرگز کسی نرقصد تا لطف تو نبیند، که اندر شکم ز لطف رقص است کودکان را. اندر شکم چه باشد و اندر عدم چه باشد، که اندر لحظ شورت رقص است استخوان ها. استخوان تا میرقصه ها. بر پرده های دنیا بسیار رقص کردیم، چابک شوید یاران من رقص آن جهان را. جان ها چو می برخصد با کنده های غالب، خاصه چه بکسلاند که این کنده گران را. بس زبل ولایت بودیم پای کوبان، در ظلمت رحم ها از بحر شوق جان را. و همین دلیل اینها با دو دنیای متفاوت هستیم، دنیای سعادت، بهشت زمینی، رقص، پای کوبی، شادی، لطف، مهربانی، دوستی، مهر، عاطفه، انسانیت، حیوان دوستی، همه اینها با مثلا پیشینه تاریخی که همه بزرگان ما ازش یاد کردن، به که رحمت برام تربت پاک با، که سعدی به فردوسی میگه گفت میازار موری که جان دانه کش است، که جان دارد جان شیرین خوش است، یا اندیشه ایرانی فرهنگ ایرانی جان دوسته حتی مورچه است. اینها آدم کشن، اینها همینطور گله گله حیوان میکشن. ببین بدبخترین سگهای جان، من تو تصاویر که میبینم، فیلم ها که میبینم، سگهای ایرانی هست. دلم میسوزه برای سگهای ایرانی هم. دلم میسوزه برای حیوانات ایرانی. دلم میسوزه برای طبیعت ایران. دلم میسوزه برای جنگل ها به دست یک قوم لوط افتاده که ویرانی رو با خودش آورده، رودخانه ها رو، دریاچه ها رو، همه رو داره نابود میکنه، طبیعت رو، اصلا دشمن طبیعته. و در پناه اون پشتی دزد و رجاله مافیای ثروت درست کردن و میشینن به راحتی روز روشن در شهرداری تهران قسمنامه تنظیم میکنن که این مافیای سیسیل ایتالیا همدیگه رو لو ندن و فلان نکنن، این در دزدی و غارت متهم میشن. صدر احمد به چهل دزد بغداد، بابا صدر احمد به چهل دزد بغداد، اینا راحت روشن حالا صفحهش توی تمام دنیای مجازی پخش شده. یعنی مافیا میشینن با هم ثروت مملکت رو اینجوری تقسیم میکنند. و اینا جامعه ما بیماره، دورای دچار بحران هویت، این ستیز جنگ بزرگه، جنگ کسانی که میخوان هویت ایرانی رو از ما بگیرن، تمام شادی همه اینا رو از ما بگیرن، با عذاب پیشگی رو جاید گذنش کنن. در یه طرف به اصطلاح عدالت، در یه طرف غارت، در یه طرف آزادگی است، در یه طرف بندگی است. و این دو جهان در
به اصطلاح دو اندیشه در ستیز با هم. در چنین جامعه دشمن دیگه احتیاج به تانک و توپ نداره، از پنجره به اصطلاح پنجره آسیب پذیر روانی ملت رخ نمی کنه و به همین دلیل هم ملت آسیب پذیر میشه در مقابل تهاجم فرهنگی خارجی و خارجی حالا هست میبینیم. و ملت آسیب پذیر ملتی که خوناندیش نباشه، انتقاد از خودش نکنه، بیماری های خودش رو معالجه نکنه، توان روان بخشی به اصطلاح به نوسازی قدرت ملی رو در دستور کار خودش قرار نده و جامعه بیمار نیست. اگر هست از کجا آغاز میشه؟ و ما میبینیم که ارودوت تمایلی هم به ایرانیان نداشته. در مورد پارسیان قدیم میگه، عصر کوروش میگه پارسیان دروغگویی رو ننگین ترین عیب و شرم‌آورترین چیزا میدونن. داریوش در کتیبهش و وقتی صحبت میکنه از دشمن، از خوشسالی و از دروغ میگه خداوند ایرانیان رو حفظ کنه و بعد میگه خداوند آسمان آفرید، خداوند زمین آفرید، خداوند شادی آفرید. یعنی به اندازه شادی، به اندازه اهمیت آسمان و زمین در فرهنگ ایرانی. خب حالا آمدن و چی و ملتی درست کردن، شاید ملتی درست شده، شاید همون سخن فردوسی باشه که از ترک و از ایران و از ترک و از تازیان نژادی پدید آیدن در میان، نه دیقان نه ترک و نه تازی بود، سخنها به کردار بازی بود. الان ما با این هستیم و همین راحت این جماعت با وقاحت تمام دروغ میگن. واقعا دروغ های احمد نژاد رو میگه، اگه تنها یک کشور تو دنیا هست که فقیر نداره، فقر رو تجربه نمی کنم، این ایرانه. این آقا رو دروغگویی رو دست هم بلند شدن و به فضیلت تبدیلش کردن دروغگویی رو. این وضعیتی است که ما الان باش گرفتار هستیم. در صورت توی همچون موقعیت و بساطی است که ما با مسائل بین المللی هم دست به گریبان میشیم و مسائل زیادی رو تجربه میکنیم. کشور بله بسیار آقا سپاسگزار و ممنونم. نکات دقیقی رو مثل همیشه اشاره کردی. این وقاحت و دروغگویی که گفتید که در کتیبه داریوش هم نوشته که خداوندا این مردم رو از این صفت رذیله دور بدار، ولی از وقتی که این نظام دروغگو که بنیانگذارش بر اساس دروغ این سیستم رو بنا کرد و خودش هم با صراحت لهجه گفت آقا دروغ گفتم، خوده کردم دروغ گفتم، و الان این رقابه، یعنی شما نگاه میکنیم اینی که این یه عنصر فاسدی مثل روحانی میاد اینقدر دروغ میگه که اون یکی دروغگوه. خامنه ای میگه آقا این خیلی دروغ میگه. شما ببین اصلا اوج فساد رو در این سیستم ناهمگون ببین. ناهمگون برای اینکه مردم ارتباطی ندارن، اینا اصلا با مردم غریبه، مردم برای اینا معنا مفهوم ندارن، چنانکه اینا هم برای مردم معنا مفهوم ندارن. شما به همین عکسا که اشاره کردی نگاه کن، میگه آجیل 4 ماهه قسطی بهت میفروشن. بابا قبلا این تور مهاجرانی بود، مهاجرتی بود، چی بود؟ قسطی برات میفرستادت به اروپا، میگه آقا 15 روز برو ناپل و تورنتو و سورنتو و همه جا رو بگن، بگه بیا ماهی 300 تومن بده، یه روزی 10 تومن بده قسطی. آجیل آخه آدم قسطی نمیخره که. و تا زمانی که این هست اینم باهاشه. یعنی این فاصله اینو، این دروغی که اون یکی میگه، خامنه ای میگه این دروغ میگه، اینو چجور تعریفش میکنی؟ کجا یه همچی چیزی وجود داشته؟ میشتم هم فرمایش شما، ببخشید که کلامتو قطع کردم، ولی اینقدر متأثر و متعلمم که نمیدونم چجور خودم رفتار خودم رو کنترل کنم. ببخشید، بفرم. بله سوال متی نیست و خلاصه این است که من بارها توی بحثای با شما هم اتفاقا روی اینکه مبنای سال 57
بر عقل زدایی از جامعه و ایمانگرایی حاکم کردن ایمانگرایی بوده. یعنی مبناش هم خود آقای خمینی گذاشت که با تعریف و تمجید از نخست وزیری که رئیس جمهور شد که اسمش بود رجایی که مظهر ایمانگرایی بود توی نظام در مقابل بازرگان که در شدن مظهر عقل‌گرایی اسلامی بود انتخاب تاریخی خودش کرد و انتظاری نباید داشته باشه. و تعجب میکنم کسانی که در خارج نشستن و به یاوه ها به وعده های اینا که در حقیقت بهتره بگم یاوه های این جماعت گوش میدن و باور میکنن. در شای اقتصاد ایران بیش از 30 سال ورشکسته شده یا نیمه ورشکسته است. دولت های مختلف بیش از 80% از صندوق بازنشستگی رو برداشت کردن. میدونید در آینده چه فاجعه‌ای این به بار خواهد آورد که با یک نصف جمعیت ایران به طرف پیر شدن داره میره، حساب بکن. بعد زاد و ولد کاهش پیدا کرده، علت اصلیش هم از اقتصادی است که توی بیان مردم عادی و کوچه بازار کاملا مشهوده که آقا پول ندارن. توی حتی طنزهاشون هم که میسازن شرایط وام برای گیرنده وام 10 میلیونی برای یک جوانی که میخواد ازدواج کنه از کلیه مادرش تا ریه پدرش باید عکس ببره تا فلان، برای آقازاده 100 میلیارد تومان یا 1 میلیارد دلار راحت میره بدون دلیل، بدون هیچ چیزی، بدون هیچ چیز ضروری وام میگیره. این نشون دهنده برجسته شدن همون ایمانگرایی به جای عقل‌گرایی و نسل جوان در جامعه ایران به طرف انقراض داره میره. حالا در نظر بگیر 50% جمعیت از سن بازنشستگی گذشته، صندوق ها هم خالیه، یعنی بازنشستگان به طرف فقر مطلق کامل پیش میرن. حالا خودکشی و خودسوزی و امثال هم شیوه های رهایی از زندگی نکبتبار میشه که در جامعه ما رو به رشد در میان جوانان، در میان اسلام افراد مختلف در حال رشد وسط خیابون خودش آتش میزنه. در واقع کشور و بانک های کشور قرار باید رسما برشکسته اعلام بشن و اینا رو خودشون هم میدونن، ولی امید کاذب ایجاد میکنن. امید کاذب برای استمراره. حالا دوباره با این ترفندا مثلا مردم بیان خب برای رهایی از وضع موجود که هر دفعه یه جهنم براشون درست میکنن، برای رهایی از وضع این جهنم امید کاذب ایجاد میکنن که اگر فلانی بیاد، همونطور که در دوران احمدی نژاد یه جهنم تمام عیار درست کردن، مردم برای فرار از اون جهنم به اصطلاح امید بستن به آقای روحانی. ولی ایشون هم دیدیم که نه تنها اوضاع رو بهتر نکرد، بلکه بقایای کارخونه هایی رو که احمدی نژاد بیش از 7000 واحد تولیدی رو نابود کرد، این هم بقیه هم چیکار کرده؟ یا از حیز انتفاع ساقط کرده یا تولیداشون به شدت کاهش پیدا کرده. بلا آخر حقیقت تلخ برشکستگی بانک ها به فساد و بی‌بندوباری حاکمیت برمیگرده، به صورتی که میلیاردها دلار با های بدون گرو در اختیار آقازادگان، اون مامورین یا آدمای سپاه یا آدمای دستگاه امنیتی قرار گرفته و برای جان اقتصاد و باعث ایجاد نقدینگی بی حاصل شده. مطلب خودم 250 نفر هستن، بالای 100 هزار میلیارد تومان تو دستشونه، یعنی تو دست مردم نیست، تو دست ایناست. اینا با این پول میتونن برای هر دولتی، حتی دولت خوبم بیاد رو کار، بحران ایجاد بکنن، بحران مالی ایجاد بکنن با کشوندنشون از عرصه‌های تولیدی. کافیست اینا پولشون از عرصه به اصطلاح کار روی مسئله خانه بکشن کنار، یک رکود کامل توی این بخش ایجاد میکنن، یا هر جای دیگه. در واقع ریال هایی که بانک ها و آقازاده ها دادن در طول سالهای گذشته به دلار تبدیل شده، از کشور خارج شده. اینا وطن فروش هستن. یه انسان وطن دوست حتی اگر همون تصور شیعه ادعایی خودشون رو که ایران ام القرای جهان شیعه است یا جهان اسلام است، پیش شرط ام القرا بودن این است که آبادش کنی، جایگاهی درستش کنی که مورد حسد مثل دیگران قرار بگیره، بعدش
یک کشور ثروتمند، یک کشور سعادتمند که همه قبطه بخورن که آقا چرا ایرانی نیستن یا چرا تو کشور شیعه ایران نیستن، ولی اینا دروغ میگن. با این ریاکاری مهر سفاز و دوفاز روی پیشانی خودشون میذارن که تجسم ایمانگرایی دروغین و فاسد هست، پول ها رو برمیدارن میبرن آمریکا و کانادا و استرالیا و انگلستان و اینها. یکی از مشکلات بیهودگی تزریق ریال به اقتصاد ایران هم اینه که بانک ها در سیستم مافیایی به جای تزریق سرمایه بخشار جامعه تنها در خدمت آقازادگان است. بیشتر سرمایه هم به دست حرم بالای قدرت. معناش اینه که عملا با فساد موجود در سیستم بانکی امکان ایجاد گشایش در اقتصاد از طریق بانک ها وجود نداره. خیلی راحت بانک ها اصلا به یک معنا ورشکسته هستند و یه رکود سرتاسری رو گرفته. به همین دلیلم تا مادامی که خدا به این عربستان حقیقت ما مسخرش میکنیم، همین جوونه که 31 ساله که هم بخش اقتصاد دستش افتاده و هم وزارت جنگ، ولیعهد آقای محمد ابن فلان، به مراتب دوران بیشتر از این است. متوجه این هم شده که اقتصاد عربستان رو به طرف اقتصاد بدون نفت سوق بده. یعنی چنین چشماندازی گذاشته، حالا چقدر بلند پروازانه است، چقدر واقع بینانه، چقدر با اون نیروی انسانی که تو عربستان این اندیشه امکان تحققش هست بمانن، ولی داره تلاشش میکنه که رفتنش به چین با چینی ها قرارداد 65 میلیارد دلاری بست که روی بخش پالایشگاه ها سرمایه گذاری کنه تا بزرگترین مصرف کننده نفت جهان و به اصطلاح یک نوع رابطه تنگاتنگ با عربستان بشه. رفته با ژاپن قراردادهای کلان بسته که روی بخش پتروشیمی که به جای خام فروشی نفت خام فروختن پتروشیمی رو کاملا گسترش بده و میدونیم هم پتروشیمی صدها زیر مجموعه یا صدها واحد ریز از نفت ایجاد میکنه که اهمیت زیاد در صنعت به خصوص صنعت شیمی و کشاورزی داره. خب این دوراندیشی ها رو داره و داره عمل میکنه. اینها حتی نمیتوانن یک برنامه رو که یکم از اقتصاد نفتی فاصله بگیرن رو باشته باشن، بخش کشاورزیشون احیا کنن، اصلا نیست برنامه و بخش کشاورزی رو به نابودی کشوندن با اون صدها و اون سیستم آبیاری، بخش تولید داخلی رو به نابودی کشوندن با سیاست درهای باز مناطق آزاد تجاری که تخم لق این رو رفسنجانی ریخت. چرا؟ آخه کسی موفق میشه توی این بنادر آزاد یا مناطق آزاد تجاری که کشور صادراتی باشه؟ یعنی در یک عرصه وقتی اگه مثلا 10 واحد کالا وارد کشور میشه، 20 واحد کالا میتونه صادر کنی تو. وقتی که نداری، یعنی درهای اقتصاد تو روی تهاجم کالای خارجی باز کردی، خب کارخونات آسیب میبینن، کارگران بیکار میشن، کشاورزی آسیب میبینه، کشاورزان دست از به اصطلاح تولید برمیدارن چون که اقتصادی نیست دیگه، خودت رقابت با به اصطلاح برنج فیلیپینی یا تایلندی یا هندی نخواهد داشت. حتی پیازکاران، سیرکاران همه ورشکست میشن و این کثافت ها، این تم بودن تمام اقتصاد ملی رو نابود کردن و آگاهانه. چرا؟ چون تو این واحد های تجارت آزاد، تجارت فقط بازرگان ها سود میبرن و این هم انحصار تجارت رو برای خودشون کردن. یه آغازده برای خودش مالک به اصطلاح چی میگن وارد کننده لاستیک میشه، او یکی وارد کننده دارو میشه، او وارد کننده به اصطلاح فلان اقلام میشه، آیت الله دارو، آیت الله به اصطلاح بی اف گودریش، یکی آیت الله شکر میشه، یکی آیت الله بی اف گودریش میشه و اینها به خاطر سودهایی که میبرن از قبل تجارت. فقط یه درصد ناچیزی هم هستن اقتصاد مملکت، کشاورزی مملکت رو به نابودی کشوندن و اسمش هم آقا گذاشته اقتصاد مقاومتی. کدام مقاومت؟ در مقابل کی؟ تو خودت مقاومت در مقابل بنگلادش هم الان دیگه نداری. اگر درات باز کنی تمام نساجی تو رو با تعطیل کنی، رقابت با بنگلادش هم دیگه نمیتونی بکنی، چه برسه به ترکیه یا پاکستان یا چین که دیگه اصلا فراموش کن. یا همچون وضعیتی درست کردی و اینها تیر خلاص دارن به مملکت میزنن، همه منابرم به اصطلاح به صورت کثیف غارت کردن. یعنی حکومت غارتگره. رکود اقتصادی ایران
موضعی که به خاطر تک خود می شده تجارت ایجاد شده و با ایجاد بنگاه های اقتصادی وسیله در وسیله سپاه و آقازاده ها و اینا عملا تزریق سرمایه به صورت یک جانبه مثلا صورت میگیره که بیشتر جامعه از چرخ اقتصادی بیرون رانده شده و در دیگه نقشی بقیه ندارن و به همین دلیل میبینیم که مدیریت مافیایی، البته الان بحثی توشون هست، این فساد توی جنبه های فرعی یا جنبه های اصلی فساد بابا تو سره، یعنی فساد نهادینه شده، فساد تو بیت رهبریه، توی به اصطلاح چیز کاخ نخست وزیره جمهوریه، برای که تمام اونجا با روابط عمل میکنه، این ثابته تو کار نیست. هر که رابطه با کانون قدرت داشته باشه خرش از پول رد میکنه و ثروت های هنگفتی هم به دست میاره و این هم چون آینده برای خودشون نمیبینن سرمایه هاشون رو برمیدارن میبرن توی کانادا به جاهای دیگه و میبرن آمریکا به جاهای دیگه، چون میدونن خودشون هم میفهمن اینو که آینده ای ندارن و به همین دلیل هم این مدیریت مافیایی که وجود آوردن طبقه متوسط رو هم نابود کردن، به طبقه فقیر تبدیل کردن، به اطراف خود حکومت 11 میلیون ایرانی زیر خط فقره، اگر مراک رو 2 میلیون تومان قرار بدیم نزدیک به 30 میلیون ایرانی فقیرن که البته حداقل 2 میلیون و 500 هزار خط فقر بر اساس سنجش اقتصاددانان مستقل، نه اون چیزی که اینها بیان میکنن. با توجه به اینها اقتصاد ایران یه اقتصاد کاملا ورشکسته و داغون هست و هیچ تر و برنامه برای آینده من توی این روابط توی این گفته هایی که میشنون نمیبینم و در آخرین هزار نظرهایی هم که صورت گرفته کسی به نام آل اسحاق در صورت گفته 45 میلیون ایرانی در تنگنای معیشتی قرار گرفتن، رئیس اتاق بازرگانی میگه که در درآمد سرانه کنونی در ایران، رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق نسبت به سال 55 یعنی زمان دو سال قبل از رفتن شاه حدود 30% کاهش پیدا کرده، یعنی 30% مردم ریختن پایین. حالا تازه اگر آمارای اینا رو من قبول کنم، چون اینا اینقدر دروغ گفتن در آمار هم که واقعا شرم‌آورترین کارشون برای دروغ، برای چی میگن ایجاد امید کاذب، اون چیزی است که مردم باید برای یک بار برای همیشه دیگه امید نبندن، امید کاذب به این روشن فکران مثل دیگه الغا نکنن این امید کاذب رو تا بنیادن تغییرات رو نبینن. اینایی که در خارج نشستن و دائما دعوت میکنن مردم برای انتخابات ها شرکت کنن همین امید کاذب رو زنده نگه میدارن، علت بقای رژیم هم همین است که تو مردم امید کاذب ایجاد کنه. رفاه مردم نسبت به 40 سال پیش دچار چالش شدید شده، 45 میلیون شهروند ایرانی در تنگنای معیشتی هستن. ایشون میگه که متاسفانه درآمد سرانه و قیمت‌های ثابت در حال حاضر به حدود 70 درصد درآمدهای سال 55 رسیده. خب من نمی‌فهمم، خب حالا شاید حرف آقای خمینی رو آدم بهتر بتونه باور کنه که ما برای خربازه انقلاب نکردیم بلکه برای اسلام کردیم. خب تجلیات اسلام همین است که در وجود امام جمعه ها و تمام اینها باستاب پیدا میکنه و اتفاقا یه تفاوتی هم که میبینم در وجود امام جمعه هاست، این امام جمعه هایی که از قبل از انقلاب بودن یه شعوری داشتن، یه چیزایی میگفتن. حالا امام چون آقای طاهری تو اصفهان بود، حالا رفته ایشونه گذاشتن کنار، یکی رو آوردن که دیگه قول معروف خر پلوش افلاطونه واقعا، که میاد میگه که علت خوش شدن زاینده رود به خاطر عکس سلفی است که دخترها و پسران با لباس نامرتب یا غیر اسلامی میگیرن. خب این نوابق دارن تو ایران حکومت میکنن، یکی دیگه علم الهداست که اونجاست، یکی دیگه به اصطلاح شیخی هست مال کجاست انارک، میگه که مردانی که زناشون حجاب چی میگن
آرایش میکنن میان بیرون دیوسن. اینا نابغه ها هستن، این الان حکومت نابغه هاست به توان منفی به قهقرا. یعنی من فکر کنم جامعه که اینها میگن میخوان مدیریتش کنن و بسازنش، حتی من فکر میکنم همون دوران صدر اسلام هم باز از اینا عاقلتر بودن، از اینا حرفای معقولتری میزدن، یعنی واقع بینتر بودن، مسئله قدرت رو میفهمیدن، جنگ رو میفهمیدن، و یا به قول ما رو حداقل این رو داشتن که به سرزمین ایران آباد از حمله کنن، غارت کنن، برن در رفاه و شادی زندگی کنن. تمام حواریون و اون ده نفر اولی رو که پیغمبر مجوز بهشت رو براشون صادر کرده که اینا بدون پول صلات و مول صلات میرن بهشت، از ابوبکر و عمر و عثمان گرفته تا خالد ابن ولید گرفته تا طلحه و زبیر گرفته تا همه اینها، همه بعد از حملات بزرگترین ثروتمندان شدن. آقای طلحه و زبیر با کلنگ طلاهای مثل دزدی شده رو تقسیم میکردن. خود آقای امام علی آقای ثروت به دست آورده بوده که به قول معروف این شعر معروف که بروی گدای مسکین در خانه علی زم که نگین پادشاهی دهد از کرم گدارا، این نگینش نگین پادشاهیش خراج یک سال شام بوده. یعنی چنین در ثروت قوتور شده بودن و اینا حداقل سعادت رو یه جوری یه جوری تقسیم هم میکردن، ولی اینا دزدی رو فقط از اونا یاد گرفتن، غارتگری رو از اونا یاد گرفتن و هیچ نوع سازندگی هم نکه. البته اینم بگم این همه غارت از سر تا سر جهان اسلام، از هندوستان تا آسیای میانه تا اسپانیا در تصرفات اسلام بوده. وقتی که دنیای اسلام تمام شد، عرب ها به قول ابن خلدون به کنام خودشون در بیابان های عربستان برگشتن، هیچ آثار تمدنی هم در اونجا نمیبینیم به جز همون مکه، دیگه چیز دیگه نمیبینیم تا دوران نفت است که دوباره عربستان، یعنی این تفکر تمدن ساز اصلا ندارن. دوران نفت است که دوباره ما میبینیم همین ریاض رو، شهر پایتختش، برو نگاه بکن 50 سال 60 سال پیش یک ده درجه سه ایران آبادترش هست، برو جای دیگه شما هم عکس ها هست، همین ابوظبی دبی، همه اینها در پرتو این حکومت ملایان آباد شده، وگرنه اینا به این سرعت و شدت با روش نمی کردن. قرار بود که در زمان شاه کیش جایگاه دبی رو داشته باشه و تمام طرحش هم زیر بناسازی ها هم ساخته شده بود، فرودگاه ساخته شده بودن که هواپیمای کنکوردش بیاد، همه زیر بناهاش هم آماده کرده بودن، کازینوهاش هم آماده کرده بودن که عربا به جایی که می رفتن بیروت اونجا پرواز آخر هفته همیشه می کردن بیان کیش، و تمام این چیزها یه ثروت عظیمی رو وارد ایران میکرد. ولی متاسفانه انقلاب همه امکانات از ما برد، یعنی کشوری که استعداد توریستی عظیم داشته و میتونست به راحتی جای ترکیه و یا هر یونان رو بگیره و به دلیل امنیت و امکانات، چون شرایط 11 نوع توریست رو ایران داره، توریست زمستانی، توریست تابستانی، توریست تاریخی، توریست محیط زیستی، توریست های گوناگونی که میتونن بیان، مثل با انگیزه های گوناگون دانشمندا، خیلی از استادسازی دانشگاه برای تحقیق روانشناختی میبدن تو ایران، همین ایلات اشایر ما یکی از مصر عالی ترین چیزهای جلب توریست میتونست باشه برای تمدن های قدیم و فهم مصر زندگی های عجیب. کشور ما یه تنوع عجیبی داره که میتونه از مدرن ترین رو میبینید تا دوران های گذشته در کنار هم زیستی داشته باشن. به خاطر همینم مثلا فرض که خود من که پرورده ایلات بختیاری هستم، به راحتی تفکر اسطوره‌ای رو میفهمم، چرا که هنوز تفکر اسطوره‌ای اونجا جاری است، با اون فکر میکنن، با اون عمل میکنن، تا تفکر مدرن و الی آخر که فلسفه و اندیشه و اینا مثل تو کشور ما تنوع و رنگارنگی رو نه تنها در زبان ها، فرهنگ ها، آیین ها، همین آمینی یه گنجینه عظیمه، ولی کی ازش استفاده بکنه؟ این وضعیتی که من میبینم الان هم به اصطلاح جنگ که همدیگه رو افشا میکنن در رابطه با مسائل اقتصادی، همدیگه رو متهم به دروغگویی میکنن، همدیگه رو فلان، بخشی از جنگ همین قدرت است. اینا برنامه ندارن که حالا روحانی بیلیاقت، نادان، ناتوان و بیشتر حرف میزنه تا عمل کنه،
قصدی نیست که حالا یه آدم لایق و توانا و اینها بیان. آلترناتیو روحانی کیه؟ دوباره این پسر هست باند احمد نژاد تحجیز میشه است. یکی از این بچه دوزده و یکی دیگه خواست مثلا این آدم قیافه اینه که میبینه به قول معروف تعجب میکنه که این آجور آدم ها در یه زمان یک حکومت متعارف مبتنی بر عقل و خرد و نخبه‌گرایی بر پایه اندیشه. من فکر میکنم این توالت پارک شهر هم دربانش نمیکرده اینا. الان مقام رئیس جمهوری رو برای خودش تواصل میکنه. چرا مثلا خیلی مظلومه، خیلی اسلامیه، خیلی به اصطلاح مؤمنه، فقط همین سرمایه شده. همونطور که مدایی آخه یه شکار مذموم است که تو به اصطلاح با بکشین نون بخوری. تو شهرداری تهران 4-10 میلیون 20 میلیون به اینا حقوق مایانه میدن، غیر از اینکه هر مدایی اینا تا 40 میلیون هم شبی 40 میلیون هم پول میگیرن. یعنی حکومت دست مدها است. اینجا جهل، خرافات و زور شمشیر با همکاری لومپنیز یه مجموعه ساخته. لومپنها حالا که میگن انقلابات معنای خاصی داره، دیگرگونی های اجتماعی، دیگرگونی ارزش ها، دیگرگونی فلان صورت میگه تو همه انقلابات اتفاق میفته. خب تو انقلاب ایران خون مظهر عقب ماندگی و جهالت، به انضمام به اصطلاح لومپنها مظهر خشونت، خشونت و جهالت با هم متحد شد و این وضعیت رو به وجود آورده که شاهدش هستیم و استمرار هم داره. حالا متاسفانه یه سری روشنفکران مزدور یا متوهم رو به استخدام خودشون در آوردن تا اینها با قلم امروزینشون، با شعر امروزینشون یا چیز این خشونت و جهالت رو چکار بکنن، رنگ و لعاب بدن تا به خورد مردم بتونن بدن. وگرنه ما به اصطلاح خود آمارها نشون دهنده سقوط جامعه است، سطح رفاه جامعه است، بیکاری بیشتر و بیشتر، فقر بیشتر، مرگ میر بیشتر، سامانی های اجتماعی بیشتر، کارتون خواب ها فلان. در کنار کارتون خواب الان سوراخ خواب هم پیدا شده، میرن تو سوراخ خواب، توزیع پل خواب فلان و بهمان اینا. از این طرف این قشر دیگه آدم خار، کوه خار، کوه ها رو میخورن، تصرف خودشون در جنگل خار، دریا خار تعرض میکنن، تو دریا ها ویلا درست کنن، نمیفهم همه چی خار درست شده. و این مثلا وضعیتی است که جامعه ما باش گرفتار و اینو دست. بسیار ممنونم آقای رئیسی، سپاسگزارم. فقط ما یه فرصت کوتاه داریم، دلم میخواد که تو این فرصت کوتاه بپردازیم به این موضوع وضعیت ایران از منظر بیرونی. در عراق امروز آقای ترامپ در دیدارش با حیدر عبادی میگوید که آیا چرا اوباما این توافق رو با ایران امضا کرد، توافق هسته‌ای رو، و بعد هم بهش قول داده که به شما امکانات زیاد در اختیار شما میذاریم که شما با داعش مبارزه کنی، در حالی که خود آمریکایی‌ها اعلام کردن که در اون فاصله سالهای 2003 به بعد که در حقیقت آقای پل برمر نه بعد از خروج سربازان رو عرض نمی کنه. در سال 2011 رو نمیگم، در همون 2003 که پل برمر رفت اونجا به عنوان حاکم عراق، پادشاه عراق، و پوتین سربازی پاش کرد و ایران رو میگن در سینی طلا تحویل عراق رو در سینی طلا تحویل ایران داد، و بعد هم در اونا شروع کردن به سنی کشی، در نتیجه این ماجراها پدید اومد. وقتی هم که سربازای آمریکایی در سال 2011 عراق رو ترک کردن، خب داعشی پدید آمد و داعش در سوریه، بعد اومد تو موسل، و بعد هم همین ماه گذشته آقای ژنرال ماتیس به عنوان فرمانده، نمیدونم رئیس ستاد نظامی، بالاخره رئیس پنتاگون رفت اونجا
به اونا گفتش که ما مجهزترین سلاحامون رو در اختیار شما قرار میدیم. خب این سلاح ها رو که در اختیار اون قرار بده، یعنی در اختیار ایران قرار داد. من این پارادوکس، این دوگانه اینا رو نمیفهمم که اگه این در اختیار اینه، پس تو چرا سلاح در اختیارش میذاری که در اختیار این یکی قرار بگیره؟ بعد در این حالی که داستان سوریه رو گفتن آقای پوتین همه مسائل حل و فصل کرد و ماجرای ترکیه و اینها رفتن نشستن، همین چند روز گذشته ترکیه، ایران، روسیه با هم دیگه در اونجا حرف زدن بدون حضور نیروها، یه دوره که بدون ایران حرف زدن، یه دوره بدون با ایران بدون مخالفین حرف زدن، ولی الان دوباره در خود دمشق آشوبه. اینا رو نمیفهمم. مگه میشه قدری راجبه این برام بگین که چیه، چی میفهمی از این صحنه؟ با توجه به وقت کوتاه دلم میخواد که فشرده برام بگی. بفهم. سعی میکنم تون صحبت کنم فشرده. یک، همونطور که گفتید آمریکایی خطای تاریخی کردن که حمله کردن به عراق. الان هم دیگه لازم نیست من در موردش صحبت کنم، برای که از سخن دولت مردان خود آمریکایی کاملا، حتی آقای ترامپ هم تاکید ویژه کرد که این حمله اشتباه، اشتباه رو با یه اشتباه دیگه آمدن جبران کنن، که وقتی آمدن دیدن که ایران چی میگن عراق دو دست تقویم ایران شد. متحدین آمریکا که عربستان باشن و این شیخ ها به وحشت افتادن از قدرتگیری ایران در عراق. خب اولین کسی هم که این خطر رو اعلام کرد شاه اردن بود که صحبت از حلال شیعه کرد و جغرافیای ایران، عراق، سوریه و حزب الله تبدیل به یک پدیده نگران کننده، یک برای اسرائیل به شدت شد و یک برای عربستان. از این طرف هم توی بازی های منطقه که ترکیه داشت بازنده ترقی می شد و همه دلیل این خطا رو که خود آمریکایی‌ها کردن با خطای دوم تکمیل کردن، رفتن در جهت ساختن داعش برای تضعیف موقعیت حکومت شیعه در چیز، و قصدشون این بود که اصلا بغداد بگیرن و تعرض به طرف بغداد تا 5 کیلومتری بغداد اومدن که اونجا یه مقاومت قدرتمند صورت گرفت. و اتفاقا نقش آیت الله سیستانی در دفع این تهاجم سریعتر از حکومت ملایان بود که اعلام جهاد داد و از دل این حشد الشعبی به وجود اومد برای یه چیز مردمی. یعنی آقای اوباما با هم پیمانانش که قطر و عربستان و ترکیه هست داعش رو درست کردن که بازی قدرت رو در عراق و سوریه به نفع خودشون یا به نفع این ائتلاف تغییر بدن. خب اینجا رفتن جلو. طبیعتا اسرائیل به شدت زینف بود که ایران و اینها چنین قدرتی رو در منطقه نگیرن. این اعتراف عملا صورت گرفت بر حول دشمنی با موقعیت ایران. خب در اینجا سوریه قربانی شد به چند دلیل. یکی طرح سرنگونی بشار اسد از مدت‌ها قبل ریخته شد. اونجا قرار بود که با همکاری آمریکایی‌ها و فرانسوی‌ها لوله گاز قطر بیاد به طرف اردن، به طرف لبنان و سوریه و ترکیه. ترکیه به شدت زینف بود در این طرح لوله. به موازات اون طرح لوله ایران، عراق و سوریه به امضا رسیده بود. این دوتا طرح به هم مقابله. روسیه هم از اینکه یک نیروی سوم بیاد لوله گاز بیاره به اروپا، همش هم مقصد اروپاست. اروپایی هم زینف بودن که از زیر سلطه گاز یک جانبی روس خودشون خلاص کنن. الان 40% گاز آلمان ها روسا میدن. همیشه این گلوی آلمان ها لحاظ انرژی دست روسا هست. نخواست از این تنگ ها اونا هم اومدن پشت این بازی قطر و پشت بازی داعش سرنگونی. همه زینف شدن. اینجا به اصطلاح موقعیتش فقط ژئوپلیتیک سوریه علت این جنگ داخلی و فلان به این جنگ هولناک 7 ساله شده. همه گناه گردن اسد انداختن تو این بازی قدرت منطقه و جهانی. این قربانی است تا ظالم بگذاریم. خب حالا بازی چرخیده. یک مقام عربستان سعودی که توی همین سفر به کاخ سفید هم بوده، آقای ترامپ به طرز ناجوانمردانه و به طرز زشتی با صدر اعظم آلمان که هم پیمان استراتژیشونه، غربی هست،
عضو ناتو است رفتار میکنه، اما با گشاد دستی هرچه تمامتر از این جوان 31 ساله سعودی و تیمش استقبال میکنه. چرا؟ شیوه ترامپ اینه، مرعوب کردن، باجگیری، این شیوه شناخته شده است، یعنی من شناختم، مرعوب کردن، تهدید کردن و بعد به پشت میز مذاکره کشوندن و باجگیری، و تونست این در دست عربی سعودی رو کاملا مرعوب کنه و باجش بگیره. باجش سرمایه گذاری 200 میلیاردی عربستان سعودی در آمریکاست. باجش پذیرش هزینه بالای حضور نیروهای نظامی آمریکا در خاورمیانه است و بسیاری از این باجر ازش گرفته. و به همین دلیل بعد از اون فروش تسلیحات به عربستان سعودی برای کودکان یمنی رو بکشه مجوزش صادر شده بود، گرچه اوباما حداقل زیر فشار افکار عمومی این رو متوقف کرده بود، آزاد کرد. همین باجگیری رو از کره میخواد بکنه، یعنی این بازی تنش بین کره شمالی رو جنوبی رو خودش تشدید میکنه تا سیستم های موشکی تاد رو اونجا ببره بذاره و هزینه شو کره بدن، یعنی تسلیحات آمریکایی. همین فشار رو روی ژاپنی هم تسلیم شدن که به اصطلاح هزینه نظامیشون رو ببرن بالا. همین بازی رو تایوان داره میکنه که تنش بین چین و تایوان رو تشدید بکنه، از این طرف سیل اسلحه رو به تایوان شروع کرده فروختن که همه اینا. همین بازی رو هم خواسته با آلمان ها بکنه، خانم صدر اعظم مقتدر استاد جلوش و علت ناراحتی مثل بچه هایی هست که چی میگن لوس بار اومدن تا یکی از خواستاش نبیگی هم دیگه خودشون میخورن. قیافه ترامپ رو در کنار خانم مرکل، از یه طرف خانم مرکل در یه تعجب عجیبی به آدم نگاه میکنه میگه از کدام قار تاریخ اومده بیرون این موجود، از یه طرف هم ترامپ مثل یه آدمی که چی میگن به خواستش نرسیده، مثل بچه های لوسی که به خواستش نرسیده قهر کرده، حاضر نیست دست بده. مثل برای سیاست اگرچه بعدش توجیه کردن که نشنیده اینا دروغه، برای که سیاست من اینجا نشسته بودم داشتم فیلم نگاه میکردم کاملا شنیدم که خبرنگارا دارن میگن که آقا دست بدیم ما میخوایم عکس بگیریم، این نفهمیده، اصلا نفهمیده باشه، مگه باید خبرنگارا بگن آداب رسوم به اصطلاح ملاقات با یک دولت مرد و به اصطلاح با یک رئیس یک کشور رو تو باید یادتو بدن خبرنگارا، خودت شعور نداری که دست بدی اونم به یک خانم؟ در صورت چون چرا که این بردن مرعوب کنن، مرعوب نشد، گفته باید به اصطلاح هزینه های تسلیحاتی رو که سالهای سال قبل ما دادیم برای ناتو تو بدیم، که خانم فاندرلاین وزیر دفاع آلمان بعد از بازگشت خانم مرکل گفته ما همه خزینه ها رو دادیم، یعنی که از ما نمیتونی باج بگیریم. و بعدش تو جی 20 سران 20 کشور صنعتی هم که اونجا جمع شده بودن، عملا وزیر اقتصاد آمریکا مسئله بازار جهانی و اقتصاد جهانی و سازمان تجارت جهانی را زیر علامت سوال برد، یعنی جنگ اقتصادی رو با آلمان شروع کرده. و به همه دیرم بلافاصله ژاپن و آلمان در نشستی که با هم توی هامبورگ داشتن تاکید ویژه روی مسئله تجارت جهانی کردن. چرا؟ این بازنده است، آمریکا بازنده است توی این بازی تجارت جهانی و جهانی شدن، حالا میخواد از طریق اهرام نظامی و باجگیری چیکار کنه؟ تمام خلاها و ضعفای اقتصادیشو پر کنه و سعی میکنه چیکار میکنه؟ باجگیری نظامی بکنه، بودجه اقتصادی و فلان تشنج ایجاد بکنه. به نظر من این دوام نمیاره، عملا همونطور که با حماقت خودشون در رابطه با مسئله اوکراین روسیه رو کاملا هول دادن به طرف چین و رفتن اینا پیوند عمیق خوردن با هم، وگرنه روسان نمیخواستن این کارو بکنن، همیشه نگاهشون به طرف اتحادیه اروپا و شورای امنیت اروپا و امنیت دست جمعی اروپا بود، همیشه اینجوری بوده. ولی اینها روی این مسئله و تهدیدایی کردن رفتن، همین الان هم دارن تو بلاروس دارن ناامنی ایجاد میکنن، گروه های تسلیح شده و مسلح شده و آموزش دیده رو از طریق اوکراین و لهستان و لیتوانی دارن وارد خاک بلاروس میکنن و اونجا رو متشنج کنن، همینا باجخواهیه. و به نظر من پوتین هم آدمی نیست که به این بخواد باج بده، مطمئنم اینو. چینی ها با ظرافت خودشون دیپلماسی ظریف خودشون باج نمیدن، و اما در یه همچون وضعیت آشفته‌ای است، چون اینها بازی رو در سوریه باختن، حلب و اینها تصرف حلب تعیین کننده بوده در
بازی قدرت در سوریه و الان حماس هم همین جوری است. اینها برای اینکه نشون بدن ما هنوز بازی رو نباختیم آمدن نیروهاشون رو متمرکز کردن و ترکیه ابلیس هم پشت این بازیه. ترکیه قابل اعتماد نیست، از یک طرف میره به هیچ حرفی پایبند نیست، به هیچ قراردادی پایبند نیست. همین دولت آلمان، همین خانم مرکل ده ها بار خواسته های بناحق این رو اوکی کرد. مسئله پناهندگان 6 میلیارد در اختیارش گذاشتن که جلوی پناهندگان رو بگیره و کم بسازه، کم نساخته و از اهرم فشار پناهندگان برای باجگیری از اتحادیه اروپا استفاده کرده. آلمان ها با متانت عقب نشستن به خواستاش به اصطلاح پاسخ دادن، ولی یه جایی رسیده که دیگه وقاحت رو دولت ترکیه از حد گذرانده و آلمان رو به اصطلاح حکومت نازی ها اعلام میکنه که این بدترین دشنام به آلمانی تا اونجایی که من اینجا اطلاع دارم این است که اینو با فاشیست بسازید بکنید و به واقع اینجوری نیست. شما اگر یک ماه در آلمان زندگی میکنید نه چنین روحی رو تو مردمش ببینید، به خصوص جوانهاش بسیار بسیار انسان دوست هستن و پلیسش حتی چنین برخوردهایی رو شما نمیبینید و به همین داره. حتی در مقابل فشار به پیکاکا به خواست ترکیه دولت آلمان تن داد، عکس اوجلان ممنوع شد، پرچم مثلا کردهای ترکیه ممنوع شد، همه اینا. ولی وقتی که الان دیدن این وقاحت رو از سر گذرنده دولت هلند فاشیستی اعلام کرده، گاوهای هلندی رو آخه دیپلماسی گاوهای هلندی رو پس فرستاده، آخه مردی که دیوانه است این آدم، حالا با توجه به اینها و تهدید کرده، چاوشوغلو تهدید کرده که به زودی شاهد جنگ‌های مذهبی در اروپا خواهیم بود، 1,400,000 نفر حق رأی در آلمان وجود داره برای ترکیه. معناش چی است؟ معناش این است که از طریق این عناصر بنیادگرای خود ما آلمان رو با آشوب میکشونیم. خب به همین دلیل دولت آلمان هم اجازه به حرکت پیکاکا و کردها داد و در فرانکفورت 30,000 پیکاکا با پرچم کردستان و با عکس اوجلان اومدن تو خیابون. یعنی تهدید رو دیگه با تهدید جواب بدین. اگر بخواین این بازی رو در بیاری کردها هم خیلی آمادگی دارن. از این نظر ما به یه وضعیت آشفته هستیم. حالا اینا اومدن به دمشق حمله بکنن تا نشون بدن نه این پیروزی هایی که سوریه به دست آورده یا روسیه ادعا میکنه پوچه و توخالیه و نتونستن در عرصه عملیات میدانی هم کار زیادی بکنن به جز چند انفجار و الاخر، ولی از لحاظ مثل نظامی اینا موفقیت نیست، اینا تخریب تاکتیکی است. همزمان دولت اسرائیل هم برای پوشش هوایی دادن و به قول معروف تقویت روی مهاجمان به دمشق حملات هوایی خودش رو کرد، چون با پرتاب موشک اولین بار پرتاب موشکای ضد هوایی سوریه مواجه شد که یک هواپیماش افتاد، یک هواپیماش هم آسیب دید و فرار کرد، که بلافاصله سفیر روسیه، سفیر اسرائیل برای اولین بار رسما، تا قبل از اون گله و شکایت ها پنهانی بود، رسما اظهارش کرد و این کار رو تذکر دادن و روزنامه های اسرائیلی هم تاکید کردن که برای اولین بار یه اتفاق میفته و نارضایتی مسکو علنی بیان میشه. خب و اینها نشان دهنده این است که آقا شما دیگه نمیتونید سوریه رو هر چی دلت خواست ناام کنید. ترکیه هم ناجوان مردانه اون نیروهای معتدلی که اسمشون رو گذاشتن ارتش آزاد که اینا رو باید توی صف مذاکرات صلح شریک کرد، چشمک زد که اونها هم توی حمله به دمشق در کنار همون جبهه النصر داعشی ها بودن. یعنی نشوندنده درویه باز ترکیه است که دائما با کارت ها بازی میکنه، از کارت انجلی برای تهدید که اگر مثل آمریکایی ها باج ندن من میرم طرف روسا، از طریق کارت روسا تهدید میکنه آمریکایی ها رو، از طریق کارت داعش به پناهندگان اروپا رو تهدید میکنه، از طریق کارت نزدیکی به عرب ها ایران رو تهدید میکنه، از طریق اینا از عرب ها باج میگیره. یعنی در حقیقت یه دولت باجگیر هست این و ضعفای وحشتناک خودش در مدیریت اقتصادی و سیاسی جامعه که الان عملا اقتصاد ترکیه به فلج نزدیک داره میشه
تا کنون 25% توریست ها نرفتن، با این برخوردی که با اروپایی ها داره میکنه و با آلمان ها که بیشترین مثلا کسانی که از اروپا میرن ترکیه آلمانی هستن، اینا متوقف میشه و آسیب به مراتب بیشتری به اینها وارد میشه. فقط من نمیدونم فقط ایرانی ها هستن که نه عرق ملی دارن نه اصلا یا شعور سیاسی دارن، نمیدونم چرا اینها دائما میرن ترکیه، من نمیفهمم. البته شاید یه سری دلایل اقتصادی داره، ولی ایرانی ها بیان حساب بکنید، این پول نفتی که تقسیم میشه تو جامعه، تولیدی هم که نیست جامعه، پول نفتی که تقسیم میشه جامعه، 8 میلیاردش میدیم به عربستان برای حج، 500,000 نفرمون میره نجف و کربلا برای زیارت، زینب میریم برای زیارت، فلان میریم، بقیه شمار میدنیم توی ترکیه، تایلند، ارمنستان، جای دیگه عیاشی میکنیم. همش من میبینم خروج سرمایه از کشوره، هیچ نمیبینم ورود سرمایه به کشور رو که مثلا بگیم یه تعادل وجود داره. خب یه همچون مملکتی، مملکت ما آباد نمیشه تا تمرکز و تمرکز سرمایه طرف داخل نباشه، چون اینا پولا سرمایه گذاری میشه تا شغل ایجاد میکنه و فلان. حالا با توجه به این توضیحات من فکر میکنم این کارهایی که در سوریه داره صورت میگیره کارهای ایزایی است، یا هنوزم میخوان آخرین باجگیری ها رو بکنن. باج چیزی است، اسرائیل میخواد از روسا بخواد ایران بندر دریایی نداشته باشه که بیانش کرد، و اینکه وزیر دفاعشون میگه ما میایم پایگاه موشکی سوریه رو بمباران میکنیم، معناش چیه؟ یعنی که خب پس این حرفی که تکذیب کردی دروغه، چون از این پایگاه موشکی مثل که موشک پرتاب شده به یه جایی تو خورده که ناراحتی که میخوای بری اونجا را بمباران بکنی، پس بنابراین اون تکذیب نامت که هواپیمای ما سرنگون نشده دروغ در میاد. اگر مشکلی نبوده چرا میری پایگاه از ده هواییش میخوای بمباران کنی؟ و به این سادگی نیست. من فکر میکنم بازی نظامی در اونجا بازی رو باختن، ترکیه بازی رو بدجوری باخته، یه پیگه مثلا واحدهای خلقی ترکیه به کردای سوریه 60,000 نیروی مسلح داره، 24,000 زنان به اصطلاح کرد در این واحدها می جنگن، شاید اولین ارتش جهان باشه که این در درصد از زنان دارن مبارزه می کنن. قراره تا سال 2017 این واحدها به 100,000 تبدیل بشه، هر به اصطلاح پیشمرگه 200 دلار حقوق در ما میگیره، به این نشان دهنده رقم بالای پول هست که یه ارتشی میتونه داشته باشه. و ترکیه در باتلاق بزرگی گرفتار شده، آمدن یه پیشمرگه های رژیم رو با همکاری طالبانی و ترکیه درست کنن، به عنوان آلترناتیو میبرن سوریه در مقابل یگانهای یپگه، یگانهای خلق، که این بازی رو آمریکایی‌ها واردش نشودن. خب و اولین بار یه هماهنگی بین آمریکایی‌ها و روس‌ها در مندج به وجود آمده که سربازاشون نزدیک به هم شدن، تنشی به وجود نیامده و هر دو حمایتشون از کردهای سوریه قطع نکردن، علی‌رغم اینکه اردوغان تاکید ویژه‌ای میکرد به آمریکایی‌ها یا ما یا کردها، بالاخره این هم به خواستش نرسیده. به همین دلیل من فکر نمی‌کنم به اصطلاح دیگه سوریه، ترکیه یا اسرائیل یا عربستان اینا بازیگران قوی باشند در عرصه سوریه. دو، در عرصه عراق هم من فکر نمی کنم آمریکایی ها بتونن عقاید مردم رو تغییر بدن. اونجا بابا شیعیانی که من می بینم اونجا بابا دیوانه هستن. این بعد از این که میگن ملک چی میگن زمان بوش یه پسر، یه سال بعدش بود اینا که عراق رفته بودن عراق، بعد زمانش صدام حسین مراسم عزاداری و اینا ممنوع بود دیگه برای شیعیان و روی این کارهایی که میکنن. بعد بوش اومده بود کویت، زور بود میگن اخبار پخش میکرد، خودش شیخ کویت نشسته بودن تلویزیون نگاه میکردن، بعد دید یه سری موجودات تو عراق، خبر از عراق، اینا رو سینه خیز میدن فلان میکنن، زنجیر میزنن، قمه میزنن، فلان میشه.
بعد بوش از این شیخ کویت میگه چی شده عراق، چی شده، چه اتفاقی افتاده؟ میگه اینا امامشون مرده. بعد میگه ما کشتیمش؟ اینا میگه نه، 1400 سال پیش مرده. میگه چرا الان گریه میکنه؟ خلاصه اینا منطقه مردمان این منطقه رو نمیفهمن که در کنن چه اتفاقاتی تو اینا میفته. حالا به همین دلیل آمریکایی‌ها ممکن حالا دولت عراق رو زیر فشار قرار بدن که آقا اینجوری یا اونجوری. دولت عراق میگه من در دعوای شما بی‌طرفم، نه طرف ایران بگیرم نه طرف شما، بذاریم ما بی‌طرف باشیم. ولی جامعه رو که نمیشه بی‌طرف کرد به این سادگی ها. تو سوریه مردم که نمیشه بی‌طرف کرد، عقاید و اندیشه ها و اینها رو که نمیشه نابود کرد. به همین دلیل من فکر نمی کنم اینا تو عرصه میدانی، تو عرصه واقعی بتونن خلاصه قدرت ایرانی که منبعث از همین شیعه گرایی است به این سادگی از بینش ببرن. همونطور هم که جمهوری اسلامی نمیتونه در مناطق قانونی نفوذ سنی ها منطقه اونا مثلا اونا را بتونه چکار بکنه، به این سادگی تغییر بده، با تهدید، با ترغیب، با تطمیع، با ایجوشتا به این سادگی نیست. یه امر فرنگی مذهبی ریشه دراز مدت اینا. سپاسگزارم از شما. بسیار آقا سپاسگزار و ممنونم. مثل همیشه استفاده کردیم، یاد گرفتیم و برای شما آرزوی بهترین دارم، برای خودت، عزیزانت و خانواده معززت، از اینکه لطف کردی و این برنامه ها رو با ما همراهی میکنی هم ازت ممنونم. بسیار سپاسگزارم آقا، تا فرصتی دیگر که این گفتگوها رو با شما ادامه بدیم. ممنونم. خب صحبت های آقای رئیسی رو هم با هم شنیدیم. امیدوارم که این صحبت ها کمکی کرده باشد. اگر این برنامه ها مورد توجه شما نازنینان واقع شده است، سالوت کن لینک برنامه ها رو از طریق فیسبوک و تویتر و گوگل پلاس، از هر طریقی که می توانید برای دوستانتون هم بفرستید. ما این لینک ها رو توی کانال تلگرام، یوتیوب، فیسبوک، تویوتر، گوگل پلاس قرار میدیم. آسان‌ترین راه اینه که شما به فیسبوک ما بیایید، لایکی بزنید، عضو صفحه ما بشید، لینک ها برای شما ارسال میشه. تو هر کدوم از این کانال ها که بیایید به حال عضو بشوید و از این طریق ما میتوانیم به اون مقصد نهایی برسیم. میپرسید چگونه؟ راهش همین است، از همین جاها آغاز میشود، به همین جاها ختم میشود. راه دیگری وجود ندارد، هیچ غیبی در کار نیست، هرچه هست همینه، حی، حاضر، زنده، همینی که وجود داره. باز هم پیشنهاد میکنم برای شنیدن خبرها، دیدن ویدیوها و لینکهای مرتبط به مردمریپورت.net برید. برای این کار میتونی مستقیم بنویسی مردمریپورت.net، دیگه .com و اینا دیگه نداره، همین مردمریپورت.net نقطه نت. یا اینکه رو صفحه ما، رو وبسایت ما، رو آخرین اخبار کلیک کنید، یا اون بالا بغل علامت فیسبوک و یوتیوب لوگوی خود مردم ریپورت است. از هر در که بروی به مردم ریپورت میرسی. بزرگترین دغدغه ما مسئله مالی ماست. خواهش میکنم در این زمینه مددرسان ما باشید. از همه همراهید ممنون و متشکرم و براتون در این آغاز سال نو آرزوی بهترین دارم. همراه ما باشید. متشکرم از شما.